مرسی که اومدی صبح کله سحر. نه خوبه، اتفاقا خیلی زود بیدار شدم. نه نه، این حرفا چیه؟ مرسی که من دعوت کردی بیام. خیلی خوشحالم همه شما رو میبینم. به نظر من این یه کار خیلی بی نهایت مهم و خوب بوده که نسیم شروع کرده. شما خیلی چی میگن لاکی و خوششانس این که یه معلمه به یک کسی که از با دلسوزی وقت خودش بخواد که از اطلاعاتی که داره به کسایی که میدونین اطلاعات رو شاید نداشته باشن یا اینجوری نگاه نکرده باشن بهشون تجربه خودش رو قسمت بکنه، چون همه ما ها موزیسیان ها بالاخره همه با هم متفاوتیم، بنا به جاهایی که میریم درس میخونیم، کارهایی که میکنیم، تجربه مختلف داریم. خلاصه این من احساس میکنم یه شروع اتفاق خیلی خوبه توی ایران هست. همین دیگه، این اول خواستم بگم مرسی از نسیم واسه این کار خوبی داری انجام میدی. خب من فکرم کنم که خوبه اولی که راجع به خودم بهتون بگم من کیم، چیم، چی کار میکنم و چطوری الان این کسیم که الان شدم، و بعدش شروع کنم یه سری از کارام بهتون نشون بدم. یه سری از کارا رو سلکت کردم که نسیم با شما شیر کرده بود، فکر کنم همتون گرفتین درسته؟ وقت کردین نگاهشون کنین با صداقت با راستگویی جواب بدین. آره اوکی خب، به خاطر اینکه میخوام حرفی که میخوام بزنم بر اساس اینه که ببینم آیا شما واقعا اونا رو تونستین نگاه کنین یا اینکه نه روی یه سری چیزا هنوز حرف بزنین. اوکی خب، من تولد سال 1363 شیراز. خلاصه من تا وقتی که توی ایران بودم تا 18-19 سالگی توی ایران بودم. از 8 سالگی موسیقی شروع کردم با کارل اورفل، بعدم پیانو و تئوری موسیقی، هارمونی، کانترپوینت، توی کور بخونم، مسابقه جشنواره پیانوی فجر اینا برم. خلاصه این کارهایی که همه شما احتمالا همه انجام دادین و اومدین تا به اینجای کنا هستین رسیدین. آره خلاصه رسیدم من به یه جایی که همیشه میدونستم که برای اینکه ادامه درس بدم و بیشتر یاد بگیرم باید از اینا خارج شم. و زمان شما الان خیلی اطلاعات خوب هست، شما دسترسی به اینترنتتون خیلی فرق کرده با موقعی که من 18-19 سالم بود. اون موقع من قشنگ یادم 15-16 سالگی همه هرچی دار نداره پولم رو جمع میکنم که برم شهر کتاب یه سکور یه پارتیتور خوب بتونم بگیرم با چه عشقی نگاش بکنم اینا. اصلا امکانات یا مثلا یه جایی چیز مغازه بود بتوفم حتما الان هنوز هست، مثلا اونجا دیگه بهترین جایی بود که آدم میتونست واقعا شاید اگه یه رکوردی رو میخواست پیدا کنه پیدا کنه. اینجوری نمی کنم دسترسی داشته باشه به همه پی دی اف همه اسکورا، اصلا بتونه همه چه تو یوتیوب اینطوری آنلاین نگاه کنه. غیر از این که در ایران نبود امکانش، به مرور زمانم تو دنیا این سالای اخیره که همه 10 سال 12 ساله اخیره که یه دفعه همه چی خیلی توی یوتیوب سکور فالوور اینجور جاها پابلیش شده. خلاصه خوش به حالتون، کیف کنید از این موضوع استفاده کنید. من 2005 از ایران خارج شدم، رفتم که برم که رشته آهنگسازی اتریش درس بخونم. یه اتفاق پرسونال براتون باتون بهتون میخوام تو میگم شیر کنم، باتون قسمت کنم، به خاطر اینکه این یه به نظر من دغدغه همه کسایی که آهنگساز هستن هست. من وقتی از ایران اومدم دیگه بیشتر چیزی بود که میتونستم یاد بگیرم از هر کسی که میدونستم وجود داره این کارو انجام میده. وقتی که اومدم گراتس شب اولش یه دونه کنسرت بود از همه آهنگسازای توی گراتس که آهنگسازای معاصر هر کدومشون یه قطعه 1 دقیقه‌ای نوشته بودن راجب در حقیقت مثل سلب جشن گرفتن این آدمایی که تو این شهر وجود دارن بود. منم خوشحال اولین شب اومدم به این کنسرت، بهترین کنسرت، چقدر اتفاق خوب. رفتم کنسرت و من اونجا فقط شوک شدم به خاطر اینکه یه دفعه وارد شدم به یه فضایی که فقط کانتمپری میوزیک بود. از اطلاعات منی که از ایران اومده بودم که بیشترین شومبرگ و وبن و اینا بود، اسمای کسا دیگر شنیدم ولی واقعا اطلاعات نداشتم. اصلا اینطوری بودم که این چی هست، اصلا نمیفهم، واقعا مغزم نمیفهم. و من
شاید مثل خیلی از شما گوشتان پرفکت پیچ میشنوه، واسه همین مثل یه زج بود واسه من که بفهم، مثلا مغزم احساس میکنم دارم منفجر میشه از اطلاعات و همه چیزی که دارم میشنوم و فکر میکنم، اینم واو اصلا من نمیفهمم که این چیه و اگه اینا آهنگ سازن پس من چیم، مثلا من مثلا اینجا چی کار میکنم، که من با این فکر رفتم سر امتحان آهنگ سازی که اینقدر توی شوک بودم و همه این چیزا، اصلا تا سرما خوردم شبش تب کردم دیگه، آدم جسم منم نابود میشه وقتی فکرش نابوده. آره و اینی بینفتم سر امتحان و سر امتحان خودم احساس کردم که من اصلا در اون الان نمیفهم دارن چی کار میکنم و برگشتم بهشون گفتم من نوید واقعا نمیفهم شما دارن چی کار میکنی، من میخواستم که بیام چرا امتحان آهنگسازی بدم ولی اگه آهنگسازی اینه این چیزی نیست که من میخوام و من نمیفهمم شما دارین چه کار میکنین، ولی من تو آنالیز و اینا خیلی خوبم، دوست دارم که برم میوزیک تئوری بخونم و تو این سالا سعی میکنم خودم رو پیدا کنم دیگه. این توشا که من اولش با درس خوندنم با میوزیک تئوری شروع کردم که همه درساش با آهنگسازی اکچولی مشترکه، فقط کلاس آهنگسازی با استاد تو به جاش تو به کلاس داری که یاد میگیری تکنیک های مختلف آهنگسازی و آنالیز و طرز آنالیز کردن های متفاوت آدم یاد میگیره، که خب خیلی به هم کمک کرد که یه پایه خیلی خوبی تو این زمین ها پیدا کنم که الان به هم کمک خیلی خوبی میکنه. خلاصه برای من تقریبا سه سال طول کشید و من تو این سه سال واقعا هر روز اگه واقعا اقراقا یه روز زمین، ولی تقریبا هر روز میرفتم هر کنسرتی که امکان داره، تمام روز توی لایبری من داشتم گوش میکردم، پارتور نگاه میکردم و سر کلاسایی که میتونستم میشینم که یه جوری بفهمم اینا دارن چی کار میکنم و به خودم این اجازه رو چی میگم، باید آدم به خودش اینو خودش از درون بخواد که خودش فکر کنه من جاج نمیکنم، من اینجا میشینم و فقط گوش میکنم، فقط ابزرو میکنم و سعی میکنم از نو بفهمم این کسایی در اونجا کار میکنن چی کار دارن میکنن. خلاصه یه کلیک افتاد که من فهمیدم همه چی همچنان همون فرما همون قانونایی که آدم همه ماها تو کلاس از میوزیک تیوری یاد گرفتیم و هارمونی و کانترپوینت و همه اینا anyway هست و بود، هیچ فرقی نکرده، فقط نگاه آدم فرق میکنه به خاطر اینکه ما آدمای این زمانیم. اگه قرار باشه من بخوام مثل باخ بنویسم یا بتوون، اون anyway بهترینش بوده وجود داشته. زمان ما همه چیز عوض شده، حتی از لباس پوشیدنمون، از نوع صحبت کردنمون با آدم ها تغییر کرده. خلاصه اینجور که امتحان آهنگسازی دادم و شروع کردم آهنگسازی خوندن. دغدغه بعدی چند سال بعدش شروع شد، 2011 که من احساس کردم اوکی من الان دانشجو آهنگسازی خوبیم، نمرام اینو که همه خوبه، توی دانشگاه و توی شهر اتریش این ور اون ور سری کنسرت دارم، ولی من برای چی آهنگسازم؟ هزار تا مثل من ریخته، برای چی من اصلا بخوام این همه وقت خودم رو بذارم، خودم رو خفه کنم و سختی بکشم و در این حال یه کاری تولید کنم که هنوز خودم نمیدونم این کار لنگویج واقعی منه، چیزی که از من میاد، چرا باید یک کسی دیگه وقتش رو بخواد بذار اصلا این موسیقی گوش بکنه. خواسته به سه سالا اینطوری که حتما فکر میکنم خیلی از شماها اگه بهشم سوال نرسیدین براتون پیش خواهد اومد، از اون لحظه هایی که تو زندگی سوال میکنید من الان اینجا چرا هستم، چی کار دارم میکنم. خلاصه من به خودم یه وقت دادم که گفتم من یک سال به خودم وقت میدم، اگه تو این یک سال فهمیدم واسه خودم چجوری میفته گود، اگر نه میوزیک خدافظ، آهنگسازی میذاریم کنار، تو خیلی چیزای دیگه آدم میتونه استعداد داره میتونه بره دنبالشون. خلاصه تو ادامه دادم همچنانم این واقعا سرچ کردن و شروع کردم خیلی 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 کار زیاد کار کردن با میوزیشن ها و به نظر من این چیزی که حتی نسیم مطمئنم از اول این کلاس ها همش بهتون خیلی تکیه کرده، بهترین هدیه، بهترین ابزار کمک برای شما کلابریشن کردن با موزیسین هاست، بهترینش. هیچ چیز دیگه جایی اینو نمیگه. شما میتونین 100 تا کتاب بخونین ولی هیچ وقت نمیتونین بفهمین که یک رنگ صدا دقیقا چیه، این چرا این صدا تو این رجیستر این خصوصیت رو داره، هیچ وقت نمیتونین بفهمین. باید خودم دانش داشته باشه، تیوری رو بخونه، کتاب ها رو بخونه، ولی تا وقتی که خودش دستش نگیره یا خودش مستقیم با یه پرفارمر امتحان نکنه، اینا همش تیوریه.
برای همین اینو از الان، من چون هنوز شماها رو به شخصه نمیشناسم، ممکنه همه شما هنوز آدرالی دارین، همه این کارا رو میکنین، حرفای منم زره الان علکیه براتون، معذرت میخوام اگه اینطوریه. ولی چی میگن، اگه که نیست درست، من میدونم که توی ایران امکانات خیلی کمه، یعنی آفرین به همه شماها و همه اونایی که درس میدن، همه کسایی که وقتشون رو توی ایران میرسن به همچین جایی. به خاطر اینکه درست من 15 سال پیش 16 سال پیش ایران بودم، ولی میتونم بفهمم که حتی با اینکه خیلی بهتر شده چقدر برای شما شرایط خیلی سخته. ولی بازم شماها، همه شماها دوستایی دارین، دوستاتون همه بالاخره یه سازی میزنن و آدم به خود آدم هم ربط داره که آدم خودش شروع بکنه آدمی باشه که تشنه دنبال یه چیزی گشتن باشه، که بفهمه که هر چیزی همونجوری که کسی بهش میگه قبول نکنه، بگه اوکی پس این اینه، یاد گرفتم، خب همه رو بلد. اصلا اینطوری نیست. همیشه خوب آدم از کسایی که از آدم بیشتر تجربه دارن چیز یاد بگیره، ولی این بعد بشه مثل یه تازه اولین پوینت که از اونجا به بعد آدم خودش بره، خودش شروع کنه ریسرچ کردن، خودش شروع کنه همه کار کردن، سوال کردن که آیا واقعا اینطوریه، من چطور اینو برداشت میکنم، میدونی؟ و این یه چیزیه که من فکر میکنم که بیشترین، مهمترین و بیشترین مشکل آهنگساز است، که این مواجه شدن و کار کردن با یه پرفورمر، حتی اگه دوست آدم هم باشه، یکم کار سختیه. بالاخره آدم همه نمیفهمیاشو، سوالای خنگ بازیشو ازشون مجبور بپرسه، میتونه خیلی قشنگ آبروی آدم بره. ولی واقعا نباید اینطوری فکر کنیم، باید فکر کنیم که من اون از اون طرف از من توی این زمینه بیشتر اطلاعات داره، میدونی؟ هر چقدر من کتاب خونده باشم، موزیک گوش کرده باشم، اون طرف از من باسوادتر تو این کاری که داره انجام میده. پس سعی کنیم ازش مثلا چیز یاد بگیریم. خلاصه من تو این سال شروع کردم، چون یکی از معلمای من اینطوری بود و مثلا به همینو یاد داد که پیر لویجی بیلونه، آهنگساز ایتالیاییه، که به من اینو یاد داد که آناهیتا همه سازو بگی تو دستت. اینو میدونم شاید تو ایران امکانش نباشه، ولی سازایی که هست براتون بگی تو دستت و خودت، غیر از اینکه یاد میگیری کتاب ارکستراسیون چیه، با موزیسین کار میکنی چیه، بگی تو دستت، ببین تو چی فکر میکنی از این ساز چیه، صداهایی که میخوای در بیاری امتحان کن، درشون بیار، سازو بررسی کن. اینطوری نباشه که فقط بگی خب این رنجش اینه، این تکنیکا وجود داره توش، خب خیلی خب پرفکت، همه این کارا میتونم انجام بدم. این بیسیک اطلاعاتی که همه دارن، ولی وقتی که آدم خودشو به این مشغول کنه که هر چیزی اصلا مهمی سازش چیه، سازش باشه یه دونه استکان، خب شروع کنه خودشو مشغول کردن به این که با یه نگاه، با یه نگاه که لنزای مختلف داشته باشه، حساس باشه یه ذره به همه چیزهایی که جلوش میبینه، هر چیزی که لمس میکنه، تاچ میکنه، هر چیزی که چشمش نگاه میکنه، هر چیزی که گوشش میشنوه، و به خودش، از خودش سوال بپرسه که همه چیزهایی که من احساس میکنم چیان. ما هممون، همه آدما از همه حساشون روزانه استفاده میکنن، ولی همه چی پسیوه. و به نظر من یک کسی که آهنگ سازه و اسم خودش رو میذاره کریئتور یه کاری، اما مهمترین کاری که باید بتونه انجام بده اینه که بتونه فارسیش چیه، تمیز بده، نه اشتباه از این جمله، ریکوگنایز کن، تشخیص بده که این تفاوته. مثلا اینکه من الان این بادی، این بدنه چه میدونم ویالونو تاچ بکنم به این شکل، مثلا دارم میگم حالا مثلا اینتریسترکلی بالای این قسمت اینطوری، با تفاوتش با اینکه پایین تر ساز اینجوری بکنم چیه، هم احساس اینجوری هم شنیدنی. خلاصه من شروع کردم کاری که کردم روی همه این چیزهای زیاد دقت کردن با یه چشم سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، و چند بار هی برم همه چی رو فکر کنم و شروع کنم اینو به خودم یاد بدم. این چیزی که من تو کلاس آهنگسازی من به همه شاگردان میدم و سعی میکنم بهشون بگم که یاد بگیرن اینو تمرین کنن. این چیزی که آدم بعد به خودش میتونه با سالها، مثل ear training، شنیدن که تمرین میکنی، تمرین بکنه که وقتی با چشمش نگاه میکنه فکرش موزیک بشنوه، نه اینکه صدا بشنوین، بلکه بتونین تبدیل بکنین اونو به تمام میوزیک دایمنشنز، مثل داینامیک، مثل تمپو، مثل آرتیکولیشن های متفاوت. مثلا منظورم چیه؟ مثلا نگاه میکنین به خطای
به کتابایی که توی یه دونه بوکشاپ کتاب قفسه کتاب هست. وقتی دارین نگاش میکنین همینجوری حالت عادی نشستین رو صندلی دارین نگاش میکنین، به خودتون اینو یاد بدین که یه ذره برین فراتر از اون نگاه کنین. یه سری خطای موازیه، یه سری قدشون کوتاه‌تر، یه سری قدش بلنده. او این میتونه یه سطحی فرم داشته باشه. سعی کنین به خودتون، اگر مثلا یکیشون هست خیلی قطر زیادی داره، میتونه باشه مثل یه دونه کلاستر خیلی گنده از عالم صداهای متفاوت، میتونه باشه یه چی میگن یه آکورد خیلی گنده، میتونه داینامیکلی خیلی بزرگ باشه، میتونه توی لایه‌های پایین خیلی 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 لو، یه دونه چیزی باشه که خیلی اینطوری قوی هست ولی تو پیانو. خلاصه این کارا باید یه چیزی که من به نظرم خیلی کمک میتونه بکنه به همه آهنگسازا، که خودتون رو مجبور کنین که از هیچی پسیو تو زندگی نگذرین، همه چی رو بشنوین. بچه دارن یکی یکی همه ویدیوهاشون قد میکنن، لالا خسته آنهایتا داره چی میگه اینا، من سعی میکنم تا 2-5 دقیقه دیگه کم کم تمامش کنم این داستان خوندنم براتون، ولی به خاطر این دارم بهتون میگم واسه این که به نظر من اینا خیلی مهمه. هیچ کدوم از آهنگسازا، حالا من که خودم یه آهنگساز هستیم ما، یعنی چیز نشه پس کوش میکنیم، من تو این نمیکنم. نه اینترنت ایران ضعیفه، ما مجبوریم هر بار اینو قطع کنیم. چیز آره خلاصه اینا رو باتون دارم قسمت میکنم و بهتون میگم واسه این که همه اتفاقا به نظرم واسه همه آدم ها میفته، که آدم خودش رو از خودش رو خودش کوشن میکنه که من کارم درسته، دارم چطوری پیش میرم. و هیچ وقت همه چی اون پرفکتی که همه نشون میدن انگیزه فلانه خیلی اصلا اینطوری نیست. پشت قسمت قضیه یک عالمه کار و زحمته که آدم رسیده به همچین جایی. برای همین احساس میکنم که اینا مهمه، این دغدغه ها و راه هایی که به من مثلا کمک کرده که بهتر بتونم بفهمم چطوری میخوام آهنگسازی کنم. و از من این خوبه که آدم از همه آدمایی که کار میکنم وقتی میشنوه موجب میشه که برای خودش بهتر بفهمه من خودم میخوام چه کار بکنم، یا من چطوری میتونم اون سوالایی که برای من هست و حلش کنم و یه راه حل براشون پیدا کنم. خلاصه اون یه سال یه اتفاق خیلی مهم تو زندگی من افتاد، غیر از همه اینهایی که می انجام میدادم، این که یه دونه مستر کلاس آکادمی آهنگسازی بود توی آمستردام به اسم اطلس آکادمی، که هنوزم هست ولی نه به اون مدلی که اون موقع من بود، چون باجه هنر رو قطع کردن، کاتش کردن. همه آیدیای این کسی که این اطلس آنسامبل رو درست کرده بود این بود که چرا یه دونه سترینگ کورتت باید باشه، دوتا وایولین، ویولا، چلو، میتونه باشه کمانچه، کمانچه از تو آتورکی، میتونه باشه آرهو، میتونه باشه سازهای دیگه، همه اینا سازهای ذهنی هستن. چرا این طرز فکر ما غربیا، حالا وسترن میوزیک، اینه که این استاندارد اینه، یا ارکستر این شکلی باید باشه، ارکستر میتونه از مجموعه همه اینا وجود داشته باشه. و این طرف رفته همه وقت زندگیشو میذاره، شروع میکنه میره مسافرت کردن به کشورهای مختلف و هی میچرخه و یه دونه با یکی دونه مستر، یه دونه نوازنده خفن خوب باش آشنا میشه و میارتش و اینا میکنه یه گروه. بر همین یه گروه آنسامبل بودن که همه‌شون یکی از یکی بهتر توی کاری که انجام میدن. من که رفتم یکی از علتایی که میخواستم برم غیر از این که برام جالب بود و همه اینا این بود که من متاسفانه با اینکه از ایران میمدم من هیچ وقت موسیقی ایرانی یاد نگرفتم، بخاطر اینکه از اول که آشنا شدم با تیپ چی میگن نوار ضبط خونه، حتی با بتوون و موزارت و اینا یاد گرفتم، اینو شنیدم اولین چیزایی که بوده، همیشه سازدان بقیه رو میدن، تا کنسرت های دوستان میرفتم ولی سواد نداشتم. میدونی این گوشم تشخیص میده ولی سواد ندارم، خیلی چیز متفاوته. و برای همین احساس کردم یه موقعیت خوبیه که الان بعد از این همه سالا که من قسمت وسترن رو میفهمم، برم ببینم الان من گوشام چطوری میتونه بفهمه، یه چیزی که متاسفانه هیچ وقت یاد نگرفتم. خلاصه توی اونجا که رفتم که خیلی جالب بود این تجربه، با کیا توسیان آشنا شدم که یه ستار نواز بی نهایت عالیه که توی کانادا زندگی میکنه و آهنگسازم هست، آهنگسازی دانشگاه مونترال درس خونده، نوازنده و ایمپرووایزر، آهنگساز خیلی خوب، که خب رابطه من با کیا خیلی به من کمک کرد خیلی چیزا رو یاد بگیرم، ازش بتونم راحت سوالامو بپرسم. ولی مهمترین اتفاقی برای من توی این قضیه افتاد غیر از هر کسی یه چیزی یاد گرفتن این بود که
توی یکی از روزایی که ایمپرووایز میکردن، یکی از این نوازنده ها که چند سال پیش اتفاقا فوت کرد، دروباک ساز سرنگی از هندو میزد. آدمی بود که خیلی هم آدمی که میتیشن میکنه اکستریم، توی حالت سیستم نوع طرز فکرش به دنیا اصلا فرق داشت. یه کلاس ایمپرویزیشن داشت و همه میرفتن میشستن با سازهای خودشون یا گوش میکردن یا پارتیسیپیت میکردن. من نگاه کردن به این و کسای دیگه ای که همانند این اونجا بودن و رو به ساز خودشون بر خودشون ایمپرویز میکردن، چون که هی مجموعشن همه سازها رو به ما یاد بدن دیگه، آهنگ سازا آقا این اینه، رجیسترش اینه، نمیدونم اگه این کار رو بکنین تک اکسن تکنیک بلا 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 اینه، که همه یه چیزایی که ما عادی رو چیز سازهای دیگه مثلا برامون شاید جالب باشه نگاه کنیم. خاصه این تیک، یه دونه تیک واسه من اونجا افتاد که او همه این کارهایی که داریم میکنیم، یه دونه الان من فهمیدم این اکسن تکنیک که نمیدونم توی مثلا ویولون سل فهمیدم چه صدای جالبیه، این صدای نرمال ساز زدن فلان ساز توی ساز کشور فلانه، که اصلا یه چیز خاصی نیست، اکچولی اینا همشون وجود داشته. خاصه اونجا واسه من یه چیز خیلی مهم افتاد که فهمیدم هیچ وقت اینطوری موزیک نیست که بگیم موسیقی وسترنه، این کانتمپری موزیکه، این فلان. موزیک یه چیزه، حالا به خاطر کالچر و جغرافیایی ناحیه شده، ولی اینا اکچولی ات دی اند هیچ فرقی نداره، اینا همه صداه و نوع نگاه کردن به صدا، نوع کار کردن با صدا. وقتی این برای من افتاد، موجود یه قطعه می نوشتیم، احساس کردم که اصلا خودم از همه فکرها و دغدغه‌هایی که تو هم داشتم اصلا میذارم کنار، که حالا شاید جالب باشه اصلا سکورم قطعه بهتون نشون بدم. که خلاصه به من یه قطعه اونجا نوشتم برای یه سری سازهایی که اونجا بودن، شاکوهاچی که یه جور فلوت آسیایی هست، پن فلوت، آرهو که شبیه کمانچه است مال بازم کشور آسیایی، پرکاشن و پیپا، اونم یه چیزی از این سازای زخمه ای، آیا درست هست این کلمه وجود؟ آه درسته، اوکی. بچه من هی وسطاش یه چیزی نمیدونم به خاطر اینکه من راجب موسیقی فارسی زیاد صحبت نمی کنم. از وقتی نسیم در زندگی من پیدا شده و چند تا آهنگساز دیگه که دوستام هستن، خدا رو شکر ما خرزگاهی به فارسی راجع به موسیقی حرف میزنیم و این اتفاق خیلی خوبیه. ولی واسه اینه که آدم عادت نداره که یه سری کلمه ها رو هی بشه مثلا فکر کنه که این کلمه چیه. آره، خلاصه کاری که من کردم اینه که واقعا فقط به این فکرم که میخوام چه جور صدایی درست کنم. مهم برام نیست که کسر میزان این چیه اصلا، به خاطر اینکه یه دغدغه‌ای بود من نمیدونم برای شما الان هست، اون موقع برای من این که آقا من از کجا تشخیص بدم که الان این میزان من الان اینجا 5-4 بعدش میشه 2-4، چرا من این تصمیم میگیرم؟ خب میتونم یه جور دیگه انجام بدم، که فریز من اگه هنوز ادامه داره چرا باید این کارو کنم؟ که شروع کردم کاری کردم که سعی کردم نوتیشنمو اینجوری انجام بدم که با حالا با فلش با چیزای مختلف نشون بدم که چه اتفاقی بعد چه اتفاقی میفته، اونایی که بعد با هم بیفته کجا باید باشه، که به خودم این موقعیت رو بدم که بفهمم چجوری میتونم اونو بنویسم، که خب بهم خیلی کمک کرد و موزیسیان هم همه فهمیدن. اگه نوتیشن مشخص باشه همیشه های موزیسیان ها میفهمن. حالا امروز خیلی راجع نوتیشن صحبت میکنیم. آره دیگه، که اون شروع شد برای من نقطه ای که من برای اولین بار از کاز قبلش کلی کنسرت و همه چی داشتم، ولی به نظر خود من از اون موقع اسم خودم رو میزدم آهنگساز. تا قبلش من دانشجو آهنگسازی بودم، ولی آهنگساز هنوز به خودم نمیتونم بگم هستم. که برام بعد از این کنسرت یک عالمه آدم بودن تو اون کنسرت که از کار من خوششون اومد و شروع کردن به من هی کامیشن دادن، و دیگه من شروع کردم همینجوری مسافرت رفتن، کنسرت دادن، هی تجربه کسب کردن و با آدمایی که برای من جالب بودن یاد گرفتن کار کردن باهاشون. حالا از کسایی که به من خیلی ازشون چیز یاد گرفتم و همچنان چیزم یاد میگیرم، دو نفرن که زنده الان نیستن زمان ما. یکیش یه دونه کوریوگرافر آلمانیه به اسم خانم پینا باوش، که کسیه که دنس رقص مدرن رو اصلا مثل اختراع کرد. متاسفانه وقتی فوت کرد من فهمیدم این خانم وجود داشته. اگه نمیشناسینش یه سری چیز میز من میفرستم واسه نسین، شدم فرستین براتون فرستاده، من نمیدونم، حتما نگاه بکنی. به خاطر اینکه پینا باوش کاری که داره اینه که کوریوگرافی که میکنه همه چی در نظر میگیره، به تمام جنبه های حرکت، به تمام جنبه های کوریوگرافی فکر میکنه. که من خیلی چیزها رو در مورد اینکه چجوری با آدم ها با حرکت و فیزیکالیتی آدم ها روی
استیج و توی موسیقی مواجه شدن باهاش رو من واقعا از پیناوراش، از نگاه کردن داکیومنتریاش و چیزایی که خونده، متاسفانه خیلی سریع فوت میکنه. این 5-6 روز چی میگن، یه کسی یه مسیج داد، شما هم چیزایی که آره چشم باشه چیز روز یه میره دکتر میفهمه که اعلام میکنن که سرطان بدم نیست چی تا آخرین درجه بدترین داره و 5 روز بعدش فوت میکنه. هیچ کس توی دنیا آمادگی این نداشت که این آدم الان بره. برای همین کتاب نیست ازش، یعنی هر چی هست فقط داکیومنتری و شاگردایی که با این آدم درس خوندن و کار کردن، ولی هست یه چیزای آنلاین. خلاصه و یک کس دیگه ازش خیلی چیز یاد گرفتم، یه دونه کارگردان فرانسوی هست به اسم ژاک تاتی. کاری که تاتی میکنه، اگه میشناسین شما تاتی اسمش چی شنیدین، اوکی. کاری که ژاک تاتی میکنه اینه که مال خیلی سال پیشه، زمان برای زمان خوش خیلی مدرن بوده و طرز فکرش این بوده که دیدگاه سینما رو مدرن بکنه، ولی مهمترین کاری که ژاک تاتی انجام میده اینه که هیومر رو میاره توی کارش. تمام کاراش جنبه اون طنز رو داره و طنز به نظر من توی موسیقی نوشتن همه چی دنیا به اندازه کافی سیریوس هست. حتی توی سیریوس من باید آدم قابلیت این داشته باشه که بتونه لبخند بزنه، بتونه تعجب کنه، بتونه بگه interesting طرف این کار کرد. اینا چیزهایی که بعدم براش جالبه با من شنونده. کسی که من ازش اینو یاد گرفتم، آهنگساز خیلی خوبی که یکی از بهترین مثالای آدمیه که توی کارش همیشه یه جور هیومر عالی داره هست، جورج آپرگیس، که اگه اونم کارشو نمیشناسین براتون میفرستم. خلاصه که من این یکی از بهترین اتفاقات دیگه سنیم همه که من تونستم با جورج درس بخونم و برم پیشش. تمام سوالایی که هیچ وقت فکر نمیکنم از کسی میتونم بپرسم، چون یه آدمیه که اینه با بزرگای مهربونه و آدم باش میتونه راحت باشه. اولا میدم هر چی گفتم فلان چیز دیگه، آنایتا پاش انجام بده این کاری که داره میگی انجام بده، مثلا چرا یعنی چی پاشو انجام با هم الان قطعه تو اجرا میکنی، قطعه چی رو اجرا میکنیم. خواسته کسی بود که شکوند تمام این چیزایی که انجام قبلش به شما میگفتم که مواجه شو، اصلا اشکال نداره، بالاخره باید نشون بدین بلد هستی یا نیستی، یا میفهمی یا نمیفهمی، میشنوی یا نمیشنوی. و خلاصه کسیه که من خیلی حق به گردن من داره و انقدر حق من دارم به گردنش یا اون به من داره، الان نمیدونم کدوم درسته، بعدا به این بگو هستیم. خلاصه چی میگن، آره خلاصه اش رسید به این. من یه دونه گروه موسیقی درست کردم، نمیدونم میدونین نسیم بهتون گفته یا نه، توی اتریش 2013 the first one was okay. آره که ما یه سری بچه های موزیسین بودن، پرفورمر که یه دونه کلاس مستر کلاس میخوندن، یه رشته رو میخوندن به اسم Practice Performance Contemporary Music. کسایی که نوازنده های مستر کلاسیکال میوزیک خدا هن، حالا میرن مستر نوازنده های کانتمپرری میوزیک میخونن و برای همین همه سطح نوازنده های بالا و کسایی که با عشق اومدن یاد بگیرن و معلم های اونا نوازنده های آنسامبل کلنگ فورم وین بودن که اینا یکی از بهترین موسیقیان های کل دنیا هستن، هنوزم هستن، که الان سناشون مثلا مثل مام بابا های ما هست همه تقریبا، حالا یکم بچه بچهشون جوان ترن. خلاصه به این حالت زمان رسید که اون زمان همه ما ها وقت نگاه میکنیم میدیم که آقا ما میریم کنسرت و احساس میکنیم که همه چی خیلی تکراریه، داره همینجور پخش میشه و هیچ نوآوری نیست، فقط آدمایی که همیشه میشنوه و هیچ وقت آهنگسازای جوان هیچ موقعیتی خیلی ندارن که جاهای خوب کنسرت داشته باشن. خلاصه یعنی فکر نکنید همه چی فقط تو ایران بده، همه جای اونلاین مشکلاتو داره، آدم باید پوش بکنه همیشه که بتونه تغییر بده. خلاصه این بود که من با همین دوستان همه نشستیم دور هم نشستیم، واقعا همینجوری توی آشپزخونه خونه من به این فکر که ما باید میتونیم ما با هم یه گروه درست بکنیم، که بعد من دو تا دوست داریم که آهنگ سازن، خواستم که بیان کمک کنم واسه این که میدونستم که یه چیزی که آدم باید چند نفر با هم انجام بدیم و فقط عقیده من نباشه. خواستم ما این گروه رو درست کنیم و همه حرفمون این بود که ما میخوایم موسیقی هایی که هیچ وقت شنیده نمیشه اینجا، آهنگسازایی که اسمشون نمیاد، حالا از بیشتر جوان ها ولی حالا میان سالا، حتی سنهای بالایی که فوت کن، ولی موسیقی که تیپیکال کنسرت پروگرام اتریش نیست بیاریم ما. که
نورمال وقتی که کانتمپری میوزیک کنسرت هست توی سال توی هر جایی، حالا نیویورک شاید یکم فرق داشته باشه، بعضی شهرهای موقعی فرق داشته باشه، برلین فرق داشته باشه، ولی همه جا جمعیت کانتمپری میوزیک همیشه همون 20 نفره که همیشه میان کنسرت، همو میشناسن، سلام چطوری خوبی، میان همدیگر حمایت میکنن، موقعیتی که با هم بشن موزیک خوب بشنون. و خیلی کم پیش میاد که آدم مردم دیگر هم بکشونه که آقا کار ما رو گوش کنید، منم هنرمند زمان شما این زمان دارم قطع می نویسم. خاصه یکی از هدفهای دیگه ما این بود که ببریم کنسرت رو شروع کنیم جاهای مختلفی که نرمال کنسرت نمیذارن، با کسای جاهای اینطوری بذاریم، نوع چیدن سالن رو تغییر بدیم، نوعی که پرزنت میکنیم کنسرت پروگرام رو تغییر بدیم. هدف خلاصه برینستورم کردن و فکر کردن و امتحان کردن. ولی خب این بود که اولین کنسرت ما که یک سنت هم پول نداشتیم، بخاطر اینکه هنوز دولت ما رو نمیشناخت که بتونیم ازش مثلا پولی بگیریم، 150 نفر نه 100 خورده ای 50 خورده ای آدینس داشتیم که اصلا یه چیز عظیمه واسه اولین کنسرت یک گروه تازه بچه فسقه کانتر میوزیک شروع کنه، این هم آدم بیاد نگاه کنه، که ما تونستیم اینو حفظ کنیم. و به خاطر اینکه انقدر مردم استقبال کردن یه تغییر توی موزیک اتریش به وجود اومد، یه گروه دیگه هم توی وین بود. خلاصه ما موجه شدیم که کل سیستم طرز فکر همه فستیوال ها اینا عوض بشه، همه آنسامبل های دیگه هم که تا الان خیلی سعی کردن کار خوب انجام بدن و هی عقب و جلو رفته بودن بیشتر شجاعت بده کردن که بیان وسط. و دیگه زمان هم کلن توی اروپا این دورهی بود که همه دلشون میخواست کم کم بیشتر موقعیت بدن به آهنگسازهای جوان و بشنون کارهای دمای جوان چیه. خلاصه anyway گروه ما رو انداختیم، خیلی هم خوب بود به درآمد آمد، ولی همه چی خیلی خوب داشت پیش میرفت. ولی من رسیدم به یه جایی که آقا جان من توی این اروپا توی اتریش سه تا شغل مختلف دارم واسه اینکه بتونم اجاره خونه‌مو بدم و بتونم مسافرتایی که میخوام برم انجام بدم که بتونم این آهنگسازی که میخوام بشم. و واقعا از این موضوع من دیگه خسته شده بودم و احساس کردم که من دیگه توانایی ندارم که برم وقتمو به هزار تا چیز الکی واقعا هدر بدم، به جای یه اون انرژی فکری و مغزی که میتونم بذارم روی آهنگسازی. واسه این بود که شروع کردم به نگاه کردن اینکه کدوم از دانشگاه‌هایی که از دانشگاه‌های دنیا هستن که آقا جان به تو پولا میدن میگن بشین یه درس بخون، رسما همین شکلی. یادم به شوخی های معلمم که میگفتن، گفتم بابا افغانستانم من بدم میرم افغانستان، اصلا برام مهم نیست، من میدونم میخوام چی کار کنم، دنبال چی میگم، من احتیاج دارم موقعیت رو داشته باشم که بتونم انجام بدم، کدامو بتونم پیدا کنم. که واسه چند از دانشگاه های آمریکا و کانادا اپلای کردم و اتفاقا دانشگاهی رفتم که آخرین انتخابم بود و اپلیکیشنشون مثلا 5 6 دقیقه قبل از اینکه اپلیکیشن ددلاین تموم شه خیلی هم افتضاح اپلیکیشن چرت و پرت فرستادم، چون یه دفعه تصمیم گرفتم که میخوام برم. ولی واقعا اتفاقات عجیب غریبی تو زندگی آدم میفته. این تغییر و اومدن به UCSD دانشگاهی که ما نسیم با هم الان توش هستیم یکی از بهترین تصمیمات زندگی من بود. موقعی که از اروپا میومدم خیلی آدم میگفتن که این اشتباه خیلی بزرگی، الان تو داری تازه میخوای اسمت تو اروپا مشهور بشه، انجام پاشو میری؟ آخه اصلا چه کسی همچین کاری میکنم؟ اروپا کانتر میوزیک خیلی قوی تر از آمریکا هست و کلا این سمت دنیا. ولی من واقعا میگم که من میدونم که به چی احتیاج دارم، حالا میرم بد بود برمیگردم دیگه، بدترین اتفاقش اینه یه چیز دیگه پیدا میکنم بالاخره. که واقعا وقتی که اومدم تازه فهمیدم واو اصلا یه وارد یه دنیای دیگه شدم، یه جایی که UCSD حتما نسیم براتون خیلی تعریف کرده اینو، که تمام خوبیش اینه که مثل دانشگاه موسیقی دیگه هست anyway، ولی تمام خوبیش اینه که هر آدمی که اونجا هست خداست، این اولین چیزه، همه متفاوتن، هیچ یه دونه نفر مثل کس دیگه نیست، ممکنه به هم یه شباهتایی داشته باشن ولی هیچ کس مثل گنی اینجوری نیست که بگن این تیپیکال آهنگساز اینه، اصلا همچین چیزی وجود نداره، هر کسی سیستم های خودش و بک‌گراند های خودش داره. واسه همین با دیدگاه کانتمپری میوزیک همه کانتمپری میوزیک هم منطور شاخه های مختلف نوعای مختلف، و برای همین جالب اینه که آدم میتونه از همدیگه خیلی چیز یاد بگیره، چیزایی که حتی من اصلا برام حتی جالبم نیست، اینترستدم نیستم، ولی وقتی میرم کنسرت دوستم اینطوری شده که گفتم آه من میتونم این قطعه خودم، برای من یه چیز دیگه یه کلیک دیگه میفته، آدم اینسپایر میشه از همدیگه، خیلی میتونه ایده بگیره آدم همش. این چی میگم برای همین یکی از خصوصیت های مهم UCSD به نظر من اینه که من این موقعیت رو آدم میده که از اطرافیانش خیلی چیز یاد بگیره و باشون
کلابریت کنه. دوباره موزیسین هم که همه دوست دارن با آدم کار کنن و تو می ازشون خواهش میکنی وقتشون در اختیارت بذارن، سوالاتو میپرسی، فکر میکنی اینطوری به طرف میپرسی این چجوری انجام میشه، نوتیشنش چی، حالا هزار تا چیز مختلف. که خلاصه واسه من فاینالی ات دی اند شد بهترین اتفاقات زندگیم که اومدم آمریکا. و مثلا که من ادوایزری که دارم، کسی که معلم اصلیمه، یه کسی که خیلی آدمی که خیلی به فکره و من احتیاج داشتم به یه کسی که برای من معلم من باشه، نه اینکه من همیشه معلم، من با همه بهترین آهنگسازای مهم خوب زنده دنیا درس خوندم، همشون تقریبا همشون درس خوندم، ولی همه مثلا دو هفته، سه هفته، یه ماه، چند ماه، شیش ماه، فوقش یه سال، هیچ وقت یه معلم ثابت واسه خودم نداشتم که معلم من باشه، که کاملا بفهمه من چی بودم، چی دارم میشم، چه کاری کردم، حالا به کجا رسیدم، چرا دارم این سوالو میپرسم. و خلاصه یه اتفاق دیگه بود که من معلم خیلی خوب دارم اینجا که رانسایگر، که این شد واقعا کلمه معنی کلمه واقعی منتور برای من، از لحاظ زندگی، از لحاظ طرز فکر، از لحاظ آهنگسازی، از لحاظ همه چی. خلاصه من 2016 اومدم ایران بعد از هزار سال، که یعنی ایران همجوری میمونم هر از گاهی سر بزنم مامو ببینم و اینا، ولی هیچ کار موسیقی ایران نمی کردم. با یه انجمنی داشتم به اسم اسیمس که هنوزم فکر می‌کنم وجود داره، یه سری از دوستای ما که همه تو اروپا بودیم مثل بچه‌های انجمن درست کردن برای انجمن همه آهنگسازای ایرانی. بعد هدف بچه‌هایم که حالا خیلی اتفاقات مختلف، کنسرت‌های مختلف گذاشتن، نمیدونم کارهای مختلف کردن، ولی یکی از هدف‌های ما این بود که فکر کنیم که میتونیم ما توی ایران یه سری شروع کنیم، مستر کلاس‌های بذاریم و راجع به هر کدوم از ما راجع به نقاط مختلف آهنگسازی حرف بزنیم، مثل ورکشاپ برای کنسرت بذاریم، حالا مثلا یه هفته، دو هفته، هر مقداری که هست. بعد منم چون که همه دوستای قدیم و همه رابطه هامو از شیراز داشتم و یکی از بچه های دیگه ما مهدی، ما تصمیم گرفتیم که این کار اول تو شیراز انجام بدیم، که برای من تجربه خیلی بسیار مهم و به یاد ماندنی و اصلا خاص بود. خیلی سری من تو زندگی من عوض کرد، واسه این که دیدم چقدر بی نهایت همه با استعدادن و چقدر علاقه مندن، چقدر دوستن، و اگه کسی باشه درست اکچولی بهشون یاد بده و نشون بده میرن اون جلو. و این تفاوت شاید ما با خیلی کشورهای دیگه باشه، بخواهیم که ما انقدر نداریم، همش واقعا کسی داره کار میکنه میخواد کار کنه و این چیز خیلی مهمیه. که خلاصه اومدم ایران، بعد دسامبر اومدم و یک اولین کنسرت واقعی ما تو ایران داشتم که مثلا به عنوان آهنگساز. خیلی خنده داره دیگه، همه جای دنیا کنسرت داشتم غیر از مثلا کشور خود آدم. ولی خلاصه بعد از این اتفاق ادمنستریشن پولیتیکلی اینجا عوض شد و رئیس جمهوری که الان وجود داره وجود پیدا اومد سر کار، که با اینکه به خاطر اینکه این اومد سر کار همه travel ban گذاشت، همه چیو تغییر داد، مسافرت کردن منع شد، من نتونستم از ایران از اروپا از آمریکا خارج شم، که این برای من بدترین اتفاقی بود که تو زندگی میفته. باز اینکه من کسی ام که همه کار نوشتنم با کار کردن با مردمو، من در سال حداقل 4 5 بار میرفتم اروپا، اگه تابستونش کلش اروپا بودم، فقط کشور به کشور، جاهای مختلف با کسایی که میخوام کار کنم، که این من بی نهایت دپرس شدم، بی نهایت برام همه چی خیلی سخت، به کسی نمیتونستم راجبش حرف بزنم، که فقط رو بردم به آهنگسازی کردم، فقط آهنگسازی، با هیچ کس دیگه غیر از معلمم و خودم هیچ رابطه دیگه نداشتم، کلا اصلا نمیدونم آدمای دیگرم. که تا یه جایی رسید که معلمم برگشت یه بار منو گرفت که آنایتا استاپ، باید با مغزت از کار میفته اگه بیشتر از این بخوای فشار بیاری، باید قبولش کنی، موضوع رو شروع کن و یه حرف زن راجبش. که انیوی شروع کردم و بهتر شد و همه چی خوب، آدم خیلی خوب، دوستای خوبی همیشه اطرافش داشته باشه. ولی انیوی اینو دارم بهتون میگم واسه اینکه ایران که رفتم فهمیدم که ما میتونیم چه کارهای خوبی انجام بدیم شاید برای ایران. نیلوفر که اون آیدا توشون اومدن برای شما صحبت کردن، دیدینشون تو 2017 نیلوفر یه دونه مسیج داد تو فیسبوک که من اصلا نیلوفر رو نمیشناختم چه کسی هست، که من فلانی هستم و من کارتو رو میشناسم و آشنا هستم یعنی با هاتو، من میخوام یه کنسرت درست کنم واسه آهنگسازای زن ایرانی که یارو میشناسی. من چند نفر که از اروپا میشناختن و که دوستان دیگه بودن گفتم، واسه تو اینم مشخص کردم، فهمیدیم که ما میتونیم شاید یه کار بهتری کنیم، شاید فقط یه کنسرت برگزار نکنیم، که این شد که این ایفکار درست کردیم، انجمن واسه خانمای ایران،
که همه هدفمون باشه که بتونیم غیر از بچه های ایرانی همه جای دنیا، ولی بیشتر کسایی که تو ایران، بهشون کمک کنیم که یاد بگیرن، بتونن موقعیت داشته باشن با موزیسین های دیگه کار کنن و برن بیان جلو. که خب کار خیلی سختیه. من دیگه راجع به ایفکا توضیح ندم، چون فکر کنم نیلوفر قرار بود توضیح بده یه چیزایی و توضیح داده. آره، ولی خب کاری که ما برای ما خیلی با عشق انجام میدیم، ولی کاری که وقتمون رو خیلی میگیره. ما نه یه سنت حقوق میگیریم، همه کاری که انجام دادیم همیشه از وقت زندگی خودمون بوده، به خاطر اینکه برامون مهم بوده اتفاق بیفته. چی میگن، هیچ هنوز به جایی نرسیدیم که بگیم همه ی حتی این گرانت هایی که براش اپلای میکنیم و بخوایم یه دونش رو بگیریم، هنوز یه دونش هم نگرفتیم خلاصه. ولی باز شانس آوردیم، از کانکشن هایی که داشتیم تونستیم نشون بدیم که ما وجود داریم و توجه دنیا رو جلب کنیم، بشه بتونن آدم اون آنسامبل های مختلف توجهشون جلب شه و شروع کردن آهنگسازای ایرانی رو بیشتر نگاه کردن، چه حالا چه پسرها چه دخترها، ولی اهمیت بدن به خانوما. خلاصه anyway، اینم از این که ما ایفکا رو به وجود آوردیم. و دیگه برای خود منم این که من مشغول آهنگسازی، درس دادن و همین زندگی کردن، تقریبا زندگی کردن، بیشتر آهنگسازی کردن. خلاصه این از این که الان من کیم و چیم و الان به کجا رسیدم. چقدر طولانی شد؟ 40 دقیقه، ماشاءالله آنایتا. بریم سر این که قطعه بهتون نشون بدم و این که راجع به موزیک حرف بزنیم. گود، یه ویدیو از نسیم خواستم که براتون بفرسته. یه قطعه هست که اسمش هست Distorted Attitudes 3 Scattered، راجع به یه ویدیو یه خواننده است با یه دونه تام تام. نگاش کردین یا اینکه نه؟ حامد آره، دیگه بقیه، پیمانم آره. اوکی، خب من یه کمی از این قطعه رو پخش میکنم، بعد یه ذره از توضیح میدم، چون خیلی مهمه که بذاریم پیداش کنم که نهیت عباسی. من میتونم شیر کنم؟ آره میتونم. مرسی. شیر کامپیوتر ساوند. پرفکت. خب من علت این که این قطعه دارم به شما نشون میدم اینه که این قطعه اولین قطعه جوریه که من تو سندیگو نوشتم وقتی که اومدم، برای یه دونه خواننده و یه دونه پرکاشن پلیر. بعد داستانه که این قطعه چرا این قطعه شده و چطور این قطعه شد اینه که وقتی که آدم نوازندهش رو پیدا میکنه، همیشه باید بگرده ببینه که نوازنده آدم چه کیفیت هایی داره، چه کاری میتونه انجام بده و قطعه رو واسه اون بنویسه. نه اینکه من یه خواننده دارم، یه پرکاشن پلیر دوست دارم این کارو بکنم. آدم خیلی کارا دوست داره بکنه ولی هیچ فایده ای نداره، پس بچه داره با این آدم کار میکنه. همیشه آدم باید بفهمه توانایی های سواد و توانایی های نوازندش چیه و توی چه چیزهای خوبه، چه چیزهای حتی ضعیفه میتونه آدم کمک بکنه، تو خیلی جاها آشنا بشه. که خلاصه من با خیلی اومدن اینا، من تا سال اول نبود، هیچ کنون هم دیگر نمیشناسیم، فهمیدم که جاناتان که بی نهایت خواننده خوبیه، کسی که خیلی دوست اکت انجام بده و اون زمان هنوز تجربه کانتمپرری میوزیک خوندنش خیلی زیاد نبود، یه سری قطعه رو اجرا کرده بود، خیلی علاقه من بود یاد بگیره، ولی چی میگن خیلی زیاد کار نکرد، ولی میدونست که دوست داره خیلی اکت بکنه. حتما پرکاشن پلیر هم اومد همه سازهای مختلف ما نشون داد تو استودیو و فلان و اینا. بعد یه روز اومد من واسه نگاش میکردیم، ما یه دونه تام تام خیلی بزرگ، یه گانگ خیلی بزرگ توی دانشگاه داریم که تن سایز گانگه که توی دنیا مثلا شاید 10 تا ازش کلن باشه، مثلا خیلی عظیم و جسه و گرون و ایناییه که حالا UCSD ادواتی کنسل داشته خریده اینو، قطعش تو کازن هست، حتما اون اجرا میکنن که گرفته. خلاص من یه روزم که نوازنده داره نشست داره روی این ساز ایمپرووایز میکنه، من جو شکم نگاه کردن، انقدر این بزرگه و این دختره که دختره قد بلنده ورزشکار این توی داشت انجام، در مقابلش مثلا یه چیز خیلی کوچولویی بود در مقابل این ساز و انقدر
واقعا فاسینیتینگ بود این توانایی های این ساز، و به خاطر بزرگ بودنش نوع صداهای مختلفی که ازش در میومد. خاصه من موقعی بود که داشتم فکر میکردم قطعه چیه و این قطعه چجوری بنویسم و اصلا راجع به چی باشه و همه اینا، اینقدر تو این فکر بودم که راجع به شخصیت های مختلف و به آدم ها و به تکس پیدا کنم. خاصه somehow اصلا علت اینکه چجوری رفتمش اولین چیزش یادم نمیاد، ولی این تصمیم گرفتم که راجع به یک کسی که اسکیزوفرنی داره بنویسم و فقط هم سازمو بکنم تام تام، این تام تامه، هیچ دیگه ای نباشه، که این تام تامه باشه مثل یه نشون دهنده این اسکیزو که توی مغز اون زندگی میکنه و مغزش رو کنترل میکنه، تمام رفتارهای اون رو کنترل میکنه. که مسلما خیلی کار سختی بود، ولی خب آدم خوبه که همیشه باید آدم یکم خودش پوش بکنه، بهش جدید یاد بگیره که بتونه بره جلو. دیگه من شروع کردم انجام دادن و تحقیق کردن که چه صداهایی درست میشه، کجای ساز و چه جوری ضربه بزنم، کجای ساز رو جوری لمس بکنم، با چه جور ملتی انجام بدم، با دستم این کار کنم، با فلان، همه اینا، با موزیسین کار کنم، خودم ضبط کنم، آدیو ویدیو، همه اینا که بتونم بفهمم چیه. و با جاناتان هم همینطوری صداهای مختلف که دوست دارم رو امتحان کنم تا اینکه بفهمم میخوام چی بنویسم. من حالا براتون قطعه رو میذارم، اونایی که حالا نشیدنش هم یکم بشنون، و بعدش میخوام ازتون بپرسم که به نظر شما فکر میکنین که من این قطعه رو چجوری نوشتم، نوتیت کردم، و بعد من به شما نشون میدم نوتیشن خودم رو. اوکی، خب این هم که خوبه، دیزن کیفیت داشت بده ولی افتضاح نیست. و اگه میتونین با هدفون گوش کنین، یعنی اصولا بعدا که با هدفون باید گوش کنین. Like hell. Like hell.
که نشنید گوشش نکردین برای خودتون کاملش رو مرسی کاملش رو گوش کنین. میبینم که چت هم چند تا چیز من نایده بودم. گوش کنین و حتما با هدست این کنه همه چیز رو با هدفون خوب گوش کن چون بعد صدا شدن صدا رو نمیفهم اصلا. خب حالا من میخوام از شما این سال من از شما بپرسم تا قبل از این که سکار بهتون نشون بدم اینه که شما فهم میکنین نوتیشن و سکور این قطعه الان چیه؟ چه شکلی نوشته شده؟ بدون ترس صحبت کنید. پیمان میگه که دیدیم. نسیم بهشون نشون دادی سکور رو؟ من سکور رو براشون فرستادم. حالا... اوکی خب پس همه یه که اسکور نداشت نه همه های من برباد رفت. خب اوکی پس اگه اسکور رو دارین من بهتون یه چیزای توضیح بدم در موردش. اول اینکه بخش نوتیشن تنها چیزی که هست اینه که یه وسیله است که آهنگساز بتونه به نوازنده بگه این چیزی که من میخوام اینه اینو بزن همین. برای همین بعد آدم باید یاد بگیره که واقعا اون چیزی که فکر میکنه رو بتونه رو کاغذ بیاره که همه چیزای اولیه موسیقی رو همتون بلدین و خیلی خوبه که آدم همیشه تا اونجایی که میتونه از اونها استفاده کنه ولی همه چی آدم قابلیت این نداره که زمان ما بیاد روی کاغذ نوشته بشه و همین آدم باید خلاقیتش رو به کار بندازه. یه سری چیزا الان شده رپرتوار دیگه الان وجود داره توی این 100 ساله اخیر یعنی عادیه نوتیت کردنش ولی خیلی چیزا وجود نداره و این آدم باید خودش به این جایی هی تلاش کنه و هی نشون فکر کنه هی به نوازندش نشون بده بگه اجرا کنی که من نوشتم اصلا این طرف میفهمه بدون اینکه تو همراهش باشی اجرا کنه. مهمترین خوبی سکور قطعه نوتیشنش خوبه که شما کنسرت دارین دلیل نیست خودتون با قطعتون حتما اونجا باشین که بخواین هی بگین اینجا اینه این ترجمه رو قرار نیست بکنین باید سکور شما اینو نشون بده. شما همیشه هستین که راه چیزهای دیگر بتونین بهتر کنین ولی نه اینکه بخواین طرف بگین چی بزنه. واسه مهمترین قضیه سکور چیه؟ من بگم 11 تا ورژن نوشتم تا فاینال این سکور شد. بذارین که من اینو خودم هم بازش کنم.
آره اوکی. نسیم اسکور تازه باشون شیر کردی؟ من اسکور رو با خود ویدیو فرستادم، ولی خب حالا همه که ندیدن. نه میخوام ببینم چه زمانی فرستادی، چقدر زمان؟ نه میخوام چه زمانی فرستادی. فکر کنم همین دیروز بود. آره آه اوکی، خب خیلی وقت نشین درس استادی کنیم. آره بچه هم امروز ددلاین شدید داشتم دیگه. اصلا اینجا نگاه کردن یعنی آدم ندید اسکورو. این به اینا نگین نگاه کن که آدم واقعا باید استادی کنه. اوکی دیشب. آره خب من با تو اینو سکرین رو شیر میکنم، اینو ببندیم لازم نداریم. اوکی من میام خود سکور و بعد برمیگردم به این جوجه‌ها. وقتی که من اومدم اینو بنویسم به این نتیجه رسیدم که بذارین سعی کنم ببینم اتون. حالا یه چند تایتون این که اینفورمیشن هایی که میخوام من بهش بگیرم تعدادشون خیلی زیادتر از اینه که بتونم همه رو یه خط نشون بدم. این شد که من تصمیم گرفتم یه دونه خط داشته باشم واسه این که میوزیک و نوتیشن رو توی نوشته باشه که ریتم داره، پیچ رو میخواد نشون بده، صدایی که بعد تولید کنن رو نشون بده برای خواننده. و بعدم بتونم طبق معمول بالای همیشه وایس، حتما میدونید، حالا اگرم نمیدونید وایس همیشه بالا آدم داینامیکو میذاره و پایین جایی که آدم لیریکس رو مینویسه، تکست رو مینویسه همیشه. و تمام حالتهایی که میخوام طرف انجام بده رو واسه خودم یه جوری مشخص بکنم. اگه مثلا یه ترانزیشن هست به یه چیزی رفتن سش بکنم، مثلا حالا اول چیزی که شروع میکنه که یک آنه مثلا چه سریه داره ویسپر میکنه، من گفتم علامت این صدایی که صدا نیست ویسپر، تا اینکه به هفت صدا میرسه و به اینجا دهنشو باز میکنه میگه خب حالا دیزا میرسه به اینکه یک کم صدا داشته باشه. و فهمیدم که این برای من، حتی برای من مهمه تو این قطعه. آره این اکستریم یه ذره تیاتریکال هم داره، تیاتریکالیتی داره، و من لایتینگش برام مهم بود که مردم اون احساسی که من میخوام بکنن توی وقت دارم نگاش میکنن که بنویسم اگه یه کاری رو میخوام حتما انجام بده یا یه حالتی میتونم میخوام که اون حالت رو به listeners نشون بده براش بنویسم دقیقا اون چیزی که من دنبالش میگردم چیه، این صدایی که داره تولید میکنه چیه. آدم میتونه که یه چند تا نوت خیلی سریع و با حالت خیلی پازیتیو اجرا بکنه، میتونه با حالت خیلی نگران اجرا کنه، نوع حتی همون وقتی که فرق داشته باشه چه جور کوالیتی داره خیلی فرق میکنه نوع اجرا کردنش و اون وقت نوعی که ما به عنوان لیسنر پرسیوش میکنیم میگیریمش. که خلاصه رسیدم به این حالتی که بیام یه خط بذارم هر یه دونه یه سانتی متر بشه یک ثانیه من، که بغیر از یه جاش که تو سکور اشتباه میکنه فکرشم تو یه چیزی یادش میره، اینا دوتا سکور حفظن، همه چیم دقیق اجرا کردن بدون اشتباه، دهنشون سویشون موقع چی میگن ریهرسالا، چون که از یه جاهایی از خودشون میزدن چون سخته برشون همدیگر نگاه نکردن، خیلی سخته به هم دیگه تو موزیسیانا. من یکی از هدفم این بود که این یکی از سنسای اینا رو از هم بگیرم که اینا نمیتونن همدیگر ببینن و بعد همدیگر حس کنن و بعد به همدیگه گوش کنن تمام قطعه. خلاصه این از این که حالا برمیگم الان بهتون نشون بدم که پس وایس چطوری نوتیت شده. این رو حتما با نسیم نگاه کردین و شنیدین این چیزها رو. آدم همیشه باید یه دونه اول سکورش یه سری پرفورمنس نوت داشته باشه که توضیح بده مثل که الفبا این چیزهایی که من نوشتم اینه چجوری اجراش کنم و سعی کنه به واضح ترین حالت اونو نشون بده. که این یه سری چیزها رو میتونین همیشه از قطعه هایی که میبینید یاد بگیرین داشته باشین بکنین چیزی که شما یاد گرفتین. یه سری چیزها هم آدم به مرور زمان هی مینویسه و هی بهتر میشه تو توضیح دادنش. ممکنه اصلا اول چیزی که مینویسه طرف بخونه از گیج‌تر هم بشه، خب سنم یاد میگیره که اینا رو چطوری بنویسه، ولی همیشه با دقت اینو بخونین بخواین که به شما نشون بده که سکور چیه، بدونین سکور با دقت نگاه کنین
که خلاصه یه سری علائم و اعلام انتخاب کردم که علائمی که چیزایی که من انتخاب کردم همش اکچوالی چیزای نرمالی که آلردی تو همه قطعه های صدا آواز و وایس وجود داره. یه کار مهم دیگه ای که انجام دادم که اینو من از خودم از یه آهنگساز دیگه یاد گرفتم به اسم هاونشتگراماتی که معلم من بود توی اتریش، معلم فورر بود و یکی از بهترین آهنگسازهای تاریخ که الان بهتون نشون میدم که بتونم وقتی که میخوام اسم، وقتی که تکست دارم ولی یه چیز کلیه و میخوام نشون بدم، با بزرگ کردن و کوچیک کردن تکست نشون بدم که داینامیکلی دارم چی کار میکنم. حالا چیز اینفورمیشن های دیگر دارم anyway بالاش میدم. خب اگه یه چیزی نداره پر یه حالت چنتینگ آواز داره میخونه بذارم. اگه مثلا حالا گلیسندو anyway میدونیم چیه. اگه یه فیکست پیچه نوتش رو مینویسم. خلاصه من که اضافه بکنم که آیا سه چیزهای دیگه وجود داره، اینهیل، اکسهیل، ویپینگ، گریه کردن یا هیسینگ به حالت ریسکس به حالت کرشندو باشه یا تانگ تریل به این میگن، مثل که زبون تریل داشته باشه. آره خلاصه یه سری چیزها رو که بعدا میتونیم با دقت بخونین، من چیزایی شد که بیدم چیزایی که میخوام استفاده کنم. حالا غیر از این من چطوری رسیدم به این حالتی که بخوام این چیزها رو استفاده کنم؟ به خاطر اول که قطعه راجع به اسکیزوفرنی ریخته تو تاریخ، الحمدلله همه این کار رو یه بار نوشتم. وقتی من داشتم اینو می‌نوشتم خیلی مهم بود که من نشم این یه دونه کلیشه ای کس دیگه ای کپی پیست کرده باشم اونقدر تشو حالا بگم مال آناهیتاس نوشتم. من نشستم توی اون دو ماه هر چی ویدیو دستم رسید و آرتیکل راجع به اسکیزوفرنی و تمام بیماری‌ها و تمام علائمش که آدم می‌بینه تولید می‌کنه نگاه کردم، نوشتم تمام بیماری رو بفهمم این بیماری چیه، صداهایی که نورمالی آدم اعلام می‌کنه مشکلش چیه، چه خصوصیاتی داره این حالت روانی در این شاخش که بتونم بفهمم که، و این الان استاپ شیر می‌کنم که بتونم بهتون اون رو نشون بدم که این در حین اینکه میخوام بفهمم چی، از اونجا بود که من همه این متریال رو آوردم. من اینو آره اوکی زوم شیر اوکی تا 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 بریم. خلاص من بود که به این نتیجه رسیدم که من بعد از اینکه پیدا کردم چه بیماریایی هستن، اومدم کاتگوریشون کردم. اسم هر کدوم از این کاتگوری گذاشتم، حالا مثلا سیچویشن، حالا کاتگوری 1 اصلا مهم نیست چیه. خب ترمش چیه سایکولوژیکلی، چجور میوزیکال ریزالتی به من میده، تمبرش فرق میکنه، سیمتومایی که طرف انجام میده با خودش چیه، بابل یعنی اینطوری حرف میزنه، همش داره میکنه، بابل داره میکنه، یا slowness of speech یواش، یا جا اینجا، یا finger tapping میکنه، دهنش رو میبنده. خلاصه من شروع کردم که اینا رو ترجمه کنم به حالتهای موسیقایی که انجام میشه، تریله، چطوری میتونم با یه جور اگه بخوام بهش یه لیبل بدم چجوری بگم چیه، و بعد ببینم که با توجه به اینکه خواننده منم یه دونه مرده چجور، و این جایگاه صدای جاناتان رو باید یاد میگرفتم، بخواد اینکه اونم یه رنج خیلی خاص داره، باریتونیه که یه سری جاها رو خیلی بالاتر میتونه بخونه و یه سری جاها رو راحت نیست، و همین آدم باید نوازندش رو همیشه یاد بگیره، یعنی آدم باید با نوازنده بره جلو، نه نوازنده با آدم بره جلو. خلاصه یاد بگم که بفهمم که تو چه رجیسترایی میتونم ببرمش بالای رجیستر صدایی، دیوریشن هر کدوم از این المنت هایی که میخوام استفاده کنم چیه، که این کارو من اگه بعد بازی بخوام با وایس بیارم مثلا چیا میتونم بیارم، اگه بخوام اینو نشون بدم، اگه بخوام تکست داره چه چیزی نشون میده، که حالا این چون یه آرتیکل من مثال زدم اینجا این چیه، دومی چیه. خلاصه همه اینا رو من یکی یکی رفتم جلو، آخرش فهمیدم که خودم اسکیزوفرنی دارم، یعنی مطمئن بودم دیگه خودم اسکیزوفرنی دارم، انقدر که اینا رو نگاه کردم خونده بودم، و خلاصه فهمیدم که مثلا این همونجوری که حالا توی
قطع شنیدین و یا میشنوین اینه که یه جاهایی هست مثلا روی میمونه یا روی یه عدد رو هی تکرار میکنه. اینا اتفاقاتی که واسه کسی که اسکیزوفرنی داره واقعیه، یعنی میفته این دارن روی چیزی گیر میکنن، یا اینکه مثلا روی چیزهایی رو هی فکر میکنن و ایموشنالی داره مثلا خوشحاله، یه دفعه همون لحظه از بین میره و طرف دیگه خوشحال نیست و ناراحت دیگه داره میترسه. خواسته اینا رو من به خاطر فیلم هایی که نگاه کردم، داکیومنتری هایی که نگاه کردم از بیمارایی که اسکیزوفرنی دارن و خیلی از بچه ها که اون خیلی دردناک بود نگاه کردنش، هی واسه خودم نوت برداشتم که این اینه، که اینطوری که اصلا تکست رو نوشتم که تکست یه جور حالت دراماتورگی داشته باشه که به وجود بیاد. دوست داشتم از تکست های یه دونه نویسنده که خیلی خوبه و سیلویا پلات که اسکیزوفرنی داشت استفاده کنم، ولی کپی رایت خانواده‌اش اجازه ندادن. اینجا تو ایران فکر نمی‌کنم خیلی، یعنی شما درگیر این مشکل باشید، ولی آدم همیشه اینجا باید حواسش به کپی رایت، حق یه کار دیگه هنری کس دیگه استفاده می‌کنی باید کپی رایتش اجازه بگیره آدم. که من چون کلاس کپی رایت رو همه بچه‌ها بعد بگذرونم گذرونده بودم، می‌دونستم یه تریکایی که چطوری می‌تونم یه قسمتای از تکست رو استفاده کنم ولی تکست من باشه، که یعنی مشکل دار نشم. بر همین یه جاهای خیلی کوچیکی از تکست های سیلویا پلات هست که بر من مهم بود، که خلاصه نریشن رو اینطوری درست میکنم که این چیه، یه دونه کسی که داره به دستای خوش نگاه میکنه، هی داره تو فکرش احساس میکنه که یه کاریو کرده و نمیدونه چه کاریو کرده، احساس داره که یه کار بدی انجام داده، کسی کشته شاید، یه چیزی که ولی نمیدونه. تا اون زمانی که پرکاشن پلیر بدون اینکه مشخص بشه دیده بشه شروع میکنه باش حرف زدن و میگه او من اون دختری ام که مثلا تکس خوام یام نمیدونم، بعد گوشش کنین ببینید. و آخرش مثلا چیزی هست که یعنی من آخرین جمله که داره میگه که من I'm only 30 و همه ما اون موقع عددی که انتخاب کردم 30 بود، چون همه اون موقع 30 سالمون داشت میشد الکی این عدد رو انتخاب کردم، ولی به خاطر اینه که همه کسایی که اسکیزوفرنی دارن روی یه عدد قفل میکنن، همه چی تو اون عدد میبینن، 3 مثلا و 0. خلاصه من اینو آورده بودم و این که من مثل گربه I have 9 times to die، یعنی هر چی منو بکشی من از دست من میخوای راحت چی من هستم، از دست من راحت نمیشی، چون که اونا خیلی تلاش میکنن که اینو نگاه نکنن و اونا همش میگن واقعیه. که مثلا حالا هایلایت قطعه واسه خود من اون آخرین لحظه قطعه است که این در میاد از توی این سایه و میاد جلوی این واضح جلوش وای میسه و این میگه که میفهمه که واقعی، اشتباه نمیکنه، تو خیالاتش نیست همه فکرایی که داره میکنه، باش به هم دیگه خیره نگاه میکنن و بعد دختر دوباره تو تاریکی محو میشه و میره، که هست همیشه ولی دیده نمیشه. چیزی که کسایی که اسکیزوفرنی دارن همیشه برشون وجود داره و کسی، یعنی ما کس دیگه نمیتونن ببیننشون، توی خیالات خودشون هست. خلاصه تمام این تصمیماتی که چه صدایی رو بیارم همه از این اومد و اون بود که به من نشون داد چجوری برم جلو و بر اساس صدایی که از پرکاشن انتخاب کرده بودم تونستم که قطعه رو تصمیم گرفتم که اینجوری بنویسم. خلاصه بعد این از این که حالا وایس این جاهای این شکلی اگه اسکور دارین بعدا میتونین خودتون نگاه کنین، که اینم به خاطر استادی کردن یک عالم اسکور من بلد بودم چطوری، و اینکه من اتریش که بودم واسه اینکه میخواستم یاد بگیرم چطوری برای خواننده ها بنویسم، یه دوره یه کلاس آواز کانتمپری موزیک به عنوان خواننده گذروندم با یک آهنگ مثلا خفن، ولی من با بی سواد جمع بودم، ولی در هدف من این بود که من یاد بگیرم این تکنیک ها رو چجوری در میارم صداها رو از خودم همه چیو که بتونم براش بنویسم، نه اینکه فقط همیشه بگم به آهنگ خراب نوازنده بدبخت بگم این کارو بکن، اصلا که خودم اصلا نمیدونم دارم چی بهش میگم، خودم نمیتونم انجامش بدم. این اون چیزایی که اونجا دیده بودی. حالا سکور دارین میتونین چی میگن قشنگ نگاش بکنید. خب میتونه بهتون خیلی کمک کنه تو خیلی جاهای دیگه. من برای دانشجوی آهنگسازی خود من این سکوری که بهشون خیلی کمک کرد چیزای دیگر توش بفهمن، اطلاعات لیتل کوچولو کوچولو زیاد توش هست. آره این اول از این. و حالا پرکاشن پارت، پرکاشن پارت من اول قطر چندین مدل هی نوشتم هی نشون میدم به اون چیکار کنم نکنم، خواسته به نچه رسیدم که من برام مهمه که دقیقا دست راست چیکار میکنه دقیقا دست چپ چیکار میکنه،
بالا همه اونایی که بالا هستن دست راستن، همه پایین دست چپن. داینامیک خودشونو دارن، ریتم خودشونو، متریک خودشونو دارن و نشون بدم که چه چیزایی توی پرکاشن به وجود میاد که حالا ایناش هیچی. این اتفاقاتی که میفته خیلی از قسمت اصلی که از حالتهای سایکولوژیکلی قطعه که من توش خودم برای خودم خیلی مهم بود اینه که هی یه چیزی به وجود میاره، هی با کف دستش همه چی پاک میکنه، چون واسه اونا همه چی تغییر میکنه، هی از بین میره. ولی این مدل منه که چندین تا لایه فکر میکنم. حالا هر کسی به شخصیت خودش، به نظر من خیلی به قطعه آدم خیلی عمق میده اگه آدم به همه جور چندین تا جوانه با هم نگاه بکنه و بهتون بخواد اونو نشون بده. و خلاصه اینا رو اینجوری مشخص کردم. بعضی که انجام دادم و غیر از این که بگم کجا وایسا و چی کار کنه همه اینا، به نتیجه رسیدم که دختره هر کاری دلش بخواد اکچوی داره میکنه، این صدا رو هر چی بخواد در میاره. و من این یه سازی که انقدر رزونانسش زیاده که موقعی فقط اون چیزی که من انتظار دارم بشنوم در میاد که اون کاری که من میخوام بکنه، که مجبور شدم و به نتیجه بعد از مرات آخرش رسیدم که من این برای به عنوان یه دونه تام تام نشون میدم و دست راست و چپ رنگی نشون میدم. حالا اولش قیافه داشت، تام تام یه ذره فرق داشت، دایره داشت وسطش، همه اینا. خلاصه آدم باید همیشه به یه جایی برسه که بتونه سکورش رو راحت ترین سکور بکنه، نه اینکه کامپلیکیتد ترین سکور بکنه. یعنی اطلاعاتی که هست اطلاعاتی که باید باشه هست، اطلاعات زیادی نیست. اطلاعات زیادی بذاره آدم فقط نوازنده گیج میشه، هیچ فایده ای نداره. که این بهش خیلی کمک کرد و دقیقا میدونست من چی ازش انتظار دارم، چی میخواد و چجوری باید انجامش بده. و زیر هر کدوم از اینا، هر اتفاقی که میافتاد، من نوشتم که چطوری میره جلو. و اگه احتیاجش که مثلا توضیح بدم که چیه، بازم زیرش مثلا نوشته بودم. خلاصه این از این قطعه. حالا اگه اول سوالی دارین بپرسین، هر سوالم بپرسین خوبه کلا. خیلی بی صدا این بچه ها. در ترس این نمودی ها. بهترین کامنتی که من برای این قطعه گرفتم، خیلی خوب اجرا شد، پروڈکشن منجرمون نابود شد بیچاره، تا لایتی که من میخوام برام انجام بده یک ساعت طول کشت لایت رو تنظیم کنیم. ولی بهترین کامنتی که من گرفتم بعد از کنسرت، یکی از شاگردای من اومد جد پیش من و برگشت اشتاش پر از اش و به من گفتش که مامانش سکسوفرنی داره. و یهش گفتش که از کجا، how do you know که این اصلا اینه، این دقیقا زندگی روزانه ای که من میبینم و چطوری تونستی همین. و براش خیلی از اینکه اطلاعات داشتن آدم های دیگه و بدونن این آدم ها دنیاشون چطوری میگذره، که اون گفت من چقدر طول کشید یاد بگیرم که بفهمم این کارو میکنه، مثلا داره فکر میکنه به یه چیزایی، با مرور زمان یاد بگیرم. خواسته واسه من بهترین کامنت من این بود که برای یک کسی که، و من نمیدونستم اون شاگرد من مامانش اسکیزوفرنی داره. خلاصه این آره بهترین کامنت بود. و اینکه فکر کنم وسط حرفام اینو گفتم، آدم ها همیشه چی میگن، مثلا آدم هایی که همه کریتیون، و این اتفاق من تو ایرانی ها خیلی زیادم و اولای مخصوصا خودم هم همینطور، آدم خیلی وقتا ایده‌های خیلی جالب داره، خیلی عمیق، اصلا آخر عمق و دیگه واقعا مهم و خیلی حیاتی و نمیدونم خیلی عرفانی و خیلی هر از موضوعی که از مهم نیست چی. ولی این هیچی نیست اکچولی، این فقط اولین شروع رفتن کاره. و مهمترین قضیه اینه که آدم اینو چطوری ترجمه میکنه، تغییرش میده به زبان موسیقی و میارش رو کاغذ. خیلی از اتفاقا مشکل بزرگ خیلی از آنزایتی اینه که خیلی چیزا رو تو مخ، تو مغز خودشون احساس داره میشه، میدونن این احساسش اینه، ولی تا وقتی که نتونن رو کاغذ کاملا بیارن، پرفورمر نمیتونه اون اجرا کنه و باز آدینس اون وقت نمیتونه بفهمه. میدونین چی میگم؟ برای همین یه چیزی که و فهم کنم نسیم باهاتون اینطوری کار کردم، ولی که اصلا روی آبجکت خطه بنویسین و همه اینا، یه کار خیلی مهمه که پیشنهادی که میتونم واقعا بهتون بکنم که
بهتون خیلی کمک میتونه بکنه. من هنوز همه قطعه خودم همینجوری اول فکرم هست. اینکه هر آیدیایی که دارین همیشه واسه خودتون کلی یادداشت کنین، ریزه ریزه ریزه، ولی سعی کنین آیدیاتون رو فیزیکی لمس کنین، انجامش بدین، خودتون رو در اون سیچویشن قرار بدید به هر حالتی که هست. انقدر روش برینستورم کنین که بفهمین چجوری، میدونین؟ و بعدش به جای ازش بیاین بیرون از اون قسمت بزرگش و سعی کنین کوچیکش کنین، کوچیکش کنین، کوچیکش کنین که بتونین یه چیزی باشه که اکچولی واقعیت باشه، یه چیزی باشه که کلمه پرگماتیک، من فارسیش رو خیلی خوب بلد نیستم، پرگماتیک بودن خیلی مهمه برای کسی که آهنگسازه. پرگماتیک یعنی مثلا من توضیح میدم، میگم اینه 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 اینه، ولی وقتی رو کاغذ میخوام حرف بزنم این رو کاغذ نیست، پس این پرگماتیک نیست. دریم کنید، ایدیا داشته باشین، ولی وقتی تصمیم میگیریم بیاین رو کاغذ باید بتونین اینقدر چیزایی میاد رو کاغذ پرگماتیک، اطلاعاتی که دارین، خیلی خوب دارم توضیحش نمیدم، چطور اینو بهتر بگم، عملگرا بودن. آره همینه، من نمیدونم، من چون نمیدونم نمیتونم بگم واقعا. آره مثلا مثال زدم، مثال این که داریم میگیم مثلا آیدیای قطعه من مثلا راجب آبه، خب آدم راجب آب میتونه 500 مثلا بی نهایت مدل فکر کنه، کمبود آب، نمیدونم آب تو رودخونه است، آب اقیانوس، آب تو لیوانه، آب سرد، آب گرمه، آب قطره قطره است توی فلان. کانسپت حالا انقدر بزرگه که تو نمیتونی کوچولوش بکنی که بعد بخوای اونو element موزیکو بذاری روش، میدونی؟ چیزی که دارم میگم پرگماتیک فکر بکنی اینه که بیاین به واقعیت برسیم، الان چه دارم، اونی که دارین بنویسینش، بعد به خودتون اجازه بدین دوباره برین ایمجینیشنتون رو در بیارین، دریم کنین حالا میخوام ولی این مثلا رنگ صدا چجوری تغییر بکنه، یا این فرم قطعه میخوام که مثلا هایلایتش، مهمترین اوج قطعه مثلا این باشه. و میگم بعدش همیشه وقت دارین برگردین، ولی برای اینکه اولش آدم بتونه واقعا شروع کنه و کار کنه، آهنگسازی کردن یه چیزیه که زمان میبره، آدم باید وقت بذاره، آدم باید حتی زبون خودش رو میدونه من میخوام چی کار کنم، باید آدم وقت بذاره اینوستیگیت کنه که بتونه هنوز دقیق تر بشه، دیتیل ها رو در بیاره. خلاصه مشخص هست دارم بهتون چی میگم؟ یه کسی یک سوال داره، ببخشی بگو. خیلی عالی بود، مرسی. سوالی که دارم در مورد فضای اجراشه، سالن خاصی من از نظرتون، چون تاریخ بود و معلوم نبود، ما نمیدونیم یه اتاق بود، یه سالن بزرگ بود، چون فکر کنم تاثیر داشت روی اون فضای صدایی شد صدایش. 100%. ببین من کلن توی موسیقی من، یعنی برای من کلن که فضا خیلی مهمه anyway، یه چیز کلیه، ولی من توی موسیقی من برای من الان مدت‌های خیلی طولانیه، چندین سالیان ساله که بین اچهستم که برای من از یه ذره مهم، یعنی خیلی مهمتریه، یکی از چیزهایی تو قطعه هست که برای من بهش فکر میکنم که این قطعه رو دارم که دارم اجرا می‌نویسم قراره کجا اجرا بشه، به خاطر اینکه نوعی که آدم میشنوه، نوازنده میشنوه، همیشه فرق میکنه. این قطعه توی یه دونه کنسرت هال عادی اجرا شد، ولی کنسرت هالی که آکوستیکش خوبه، ولی من برام مهم بود که تاریک باشه، هیچی نبینن و فقط یه دونه لایت باشه روی ساز و صورت این، که آدم فقط حرکت دستا رو ببینه. دختره لباس پرکاشنیست لباس سیاه پوشیده که توی تاریکی دیده نشه، یعنی خودم خب تلاشم میتونه بکنه که بهتر بکنه اون چیزی که میخواد. و اینکه ساز یه ذره اومده بالاتر که بتونه همچنان همه جاها رو بتونه لمس کنه، جاهایی که من میخواستم دیده بشه. این قطعه مثلا توی یه سالن دیگه دانشگاهمونم مثلا میخواست اجراشه، هنوز همینقدر جواب میداد، ولی مهمه. سوال حرفت کاملا درسته، مهمه که یه قطعه برای من که یعنی خیلی بیشتر اهمیت میدم، حالا تو همه قطعه دیگه هم بهتون توضیح میدم چرا، این که آدم همیشه
به فضا نگاه کنه، واسه اینکه اون چیزی که آدم پرسیف میکنه، درک میکنه لیسنر از قطعه، تجربه‌ایه که آدم بر اساس این فیزیک ما توی اون جا وجود داره، اون تجربه که هم درک میکنه به این بستگی داره. اگه این یه جایی بود که خیلی اکستریم درای بود، خیلی بد میتونست جواب بده، یعنی میتونست خیلی شاید خوب جواب نده و من مجبور میشدم مثلا توی سالن خواهش کنم که از کسی که صدا بردار سالنه که یه ریورب خیلی 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 لایت ولی بذاره تو اونجا که صدا نمیره وقتی که آدم اجراش میکنه. همیشه همین آدم مثلا باید فکر کنه، یه مثلا اگه توی اتاق درای هستی یه قطعه واسه یه سولو فلوته، وقتی صداهای خیلی ظریف داشته باشیم صدا ندا از بین میره، به شنونده اصلا نمیرسه، نمیاد جلو. برای همین همه این چیزها رو همیشه امتحان کنیم با اون محیطی که از حالا اگه یه اتاق همون اتاق کجاش قراره باشه، چطوری باشه، و آدم میتونه خودشو چی میگن تغییر بده همیشه. ولی آره سپیس خیلی مهمه. مرسی، کار خیلی خوبی بود. من نظرم بگم، من بار اول که شنیدم من اسمش رو نگاه نکردم، این کار رو پلی کردم که فقط بشتم از اول تا آخر دیدم اینا. اول چیزی که به فکرم رسید بازم هم مشکلی که من خودم تو پروسه آشنایی با موسیقی مدرن دارم، یعنی خود به خود اون صدای تام تامی که بود منو بر به اون سمت موسیقی که خیلی بیشتر ازش استفاده میشد. داشتم این فکر میکردم که چرا مثلا تام تام استفاده کرده، که بعدا خودتون گفتین چون ساز اونجا بود، یعنی اون قضیه این که متریال هست و شما دارین برای اون تصمیم میگیرین. فقط دقیقا میخواستم همین سوال ازتون بپرسم، اگه اسم این کارو یا توضیحی که براش نمینوشتین که در مورد اسکیزوفرنیه، چقدر با این قضیه موافق هستین که تو شنونده‌ای که داره اینو میشنوه اون برداشت میتونه داشته باشه؟ سوال خیلی مهم و سوال خیلی خوبیه. حالا تو این قطعه هیچی، تو خیلی قطعه‌های دیگه ما آهنگسازایی همیشه ایده داریم و اینکه شنونده‌ها خیلی کم پیش میاد که بتونن بدون هیچ توضیح کلن بتونن بفهمن که ما چه ایده‌ای داشتیم. علتش چی هست؟ اینه که ماها همه یه جور متفاوت بزرگ شدیم، تجربه متفاوت داریم، طرز فکرمون به چیزهای مختلف متفاوته، برای همین اگه که هیچ نوع اطلاعی زیرو نباشه، هر کسی بر اساس خودش تجربه های و اتفاقات و دانش و سطح خودش میتونه بفهمه. خب این اگه که اول که پروگرام نوت فقط نوشته بود که این داره یه دونه سکیزوفرنیک مایند رو ابزرو میکنه، به تصویر کشیدن یه دونه سکیزوفرنیک مایند و حالتهایی که این طرف میگذره روش، اگه نه این قطعه به خاطر اینکه تیاتریکال داشت یه دونه راه کمک به شنونده که بیشتر بتونه راحت‌تر بتونه حدس بزنه که قطعه راجع به چیه و چرا این صداها رو نشون، این صداهایی که هنتو که آدم به وجود نمیاد که یعنی این صدا از کجا، چه طرف با خوش فکر که از خواننده همچین استفاده ای بکنه. خاصی یه موقعی هست که به نفع آدم هست در دیتیلایی که توی قطعه نیاز قطعه هست که وجود داشته باشه، مثلا این قطعه چیزش وجود داره، آدیو خالیش وجود داره، ولی اصلا آدیو خالیش با قطعه از ویدیو یکی نیست، دو تا قطعه متفاوته. چیزی که آدم برداشت میکنه به خاطر اینکه موقع آهنگ سازی کردم من به نگاهش فکر کردم، میدونی اگه آدم این کار کرده باشه باید اونجوری که باید همون جور نمایش داده باشه بشه به مردم، میدونی چی میگم؟ برای همین قطعه اگه فقط آدیو باشه میتونه خیلی این اثری که داره الان رو نخواهد داشت، اصلا نخواهد داشت. در مورد یه چیز دیگه هم که در مورد همین که آدم ها چطوری آدم و کل همه ما آهنگساز وقتی یه قطعه می نویسیم آیدیای ما رو بفهمن، ببینید زمان چی میگن، این سوال خیلی خیلی خوبی و خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه ببین دیدگاه آدم، همه آدم ها از وقتی میگین کلمه موزیک و موسیقی و کنسرت خیلی متفاوته. حالا اون کسایی که اصلا موسیقی جدی که موسیقی کلاسیک هست و حالا اسم کپی رایتش موسیقی سیریوس میوزیک هست و
نمیشناسن برن کاتگوری کنار کلن. الان یعنی راجبه اون یه خیلی موضوع بزرگتریه، راجبش صحبت نکنیم. کسایی هم که میشناسن یه جور حالت یه مشکل کالچرال دنیا، تمام دنیای مشکل هم داره هست، همه آدم ها دارن. اینه که آدم از وقتی که سنش کم بزرگتر میشه یه سری توقعات داره از یه چیزی و فکر میکنه که این اطلاعی که من دارم این اینه، پس اگه این نباشه این چیه، و به خودش این اجازه رو نمیده که مثل یه دونه بچه نگاه بکنه، یه کسی که information نیست و فقط داره میگیره. میدونی چی میگم؟ اوتوماتیک مغز آدم شروع میکنه فکر کنه این داره چیکار میکنه، الان کجاست، منظورش چی؟ همه این سوالا اوتوماتیک، حتی اگه فکر نکنه داره تو ذهن آدم میاد. هر چقدر سوادش هم تو اون زمینه بیشتر باشه، یا مثلا وقتی دانشجوی مثلا آهنگساز فکر میکنه به همه دیتیل توجه میکنه، چون میخواد بفهمه که چی شده، یاد بگیره هم ازش چیزی، یعنی فقط واسه لذت بردن نیست، داره به حقیقت واسه یاد گرفتن بیشتر هم نگاه میکنه. واسه همین کاری که همه توی همه کنسرت های کانتمپری میوزیک ماها و همه کسایی که اجرا کننده های یعنی پروگرام کننده و اجرا کننده های کنسرت هستن داریم یاد میگیریم که برای مردم بزرگسال، ببین بچه ها پرفکتن، بهترین شنونده های کانتمپری میوزیک بچه ها، اصلا خدان، یعنی هم همه چی رو میفهمن، توضیح میدن، درکشون رو میگن، دایرکت حرفشون رو با آدم میزنن، چون که بچه های اطلاعی ندارن این چی اون چیه فلان. میدونی بزرگا به این نتیجه رسیدم که یعنی سالها، نه فقط من، همه، این که وقتی که آدم بهشون هیچ وقت نمیتونی دقیق توضیح بده بگه نفر من چی کار کردم. میدونی حتی این چیزایی که کاری کردم من به شما بگم که دارم به شما تمام چی میگم پشت صحنه هاشم میگم، میدونین، بازم با اون چیزی که تو مغز من گذشته هنوز فرق میکنه. میدونین چی میگم؟ یعنی دیتیل هایی هست که دارم هیچ وقت رو نمیکنه، میگم به خاطر اینکه مال قطعه هست که رفتم بالاخره به یه جایی رسونده تو ذهنش که به این قطعه به اینجا رسیده. ولی همیشه اگه که آدم بتونه بفهمه با چند تا جمله آسون، نه خیلی سخت، نه خیلی اینتلیکچوال، نه خیلی ادجکتیوهای سخت و کلمات قلم به سلام به سخت استفاده کن، با چند تا کلمه آسون یه دونه خط به شنونده ها بده و بهشون توضیح بده که یاد بگیرن listening با hearing خیلی فرق میکنه. یه مشکل خیلی خیلی بزرگه تمام آدم های دنیا هست که ماها همیشه همه چی داریم میشنویم و داریم پسیو میشنویم. این شنیدن نیست، شنیدن listening چیزی که عملی که با فکر انجام میشه. همینجوری داریم میگه من این صدا اینطوری میشنوم، اون اگه که تشخیص نمیتونه آدم ریکوگنایز نمیتونه بکنه ایش listening نیست. خب و عموم مردم، این حالا در مورد عامه مردم، عادت ندارن بشنون، عادت دارن hearing کنن. میدونی اینم به خاطر زمانی که الان ما توشیم هیان داره بدتر میشه، به خاطر اینکه مردم همه چیو سریع میخوان. فکر کردن کاری که وقت میبره، میدونی، دقت کردن، آدم بخواد که به یه چیزی فکر بکنه و خودشو اونجا بذاره و واقعا ببینه که داره چی میاد، اونو دریافت بکنه، بعدن واسه خودش حرف بکنه که بخواد میتونه بکنه، ولی در اون موقع قطر گوش میکنه واقعا بتونه خودش اونجایی بذاره که فقط اطلاعات بگیره و بفهمه این چیه. میدونی زمان ما به خاطر اینکه تکنولوژی خیلی سریع داره پیشرفت میکنه، مردم عادت دارن که سریع بخوام بفهمن چی شده، بفهم از این اینطوری انجام میشه پس حل فهمیدیم، که اصلا مثلا در مورد آرت اصلا اینطوری نیست. یعنی به یادشون رفته معنی کلمه listening چیه، که حالا این چیزیه که تجربه‌ایه که چی میگن ثابت شده حالا به همه کسایی که منم جز اون آدم هایی هستم که کنسرت گذار هستن تو کشور و جاهای مختلف، که بتونی با یکم توضیح یه خط بدی به لیسنر که بتونه این اجازه رو بهش بده که وارد بشه به دنیای تو. میدونی؟ سوال میخواستی بپرسی؟ من همین رو میخواستم، یعنی همون قبل اجرا، یعنی شنونده ها نشستن اونجا قبل اینکه کارت اجرا کنی بهشون اون خط رو میدی که مثلا قضیه قراره چه اتفاق بیفته، بعدن گوش میدن. ببین به نظر من هر کنسرتی اگه آدم بتونه توضیح بده، آره، این پرسن خودش اونجا باشه خیلی مهمه، خب خیلی کمک میکنه. اگه نه توی پروگرام نوتی که مینویسه باید بتونه باز پروگرام نوتی رو بنویسه
که بتونه به لیسنر این کمک رو بکنه که بشنوه. میدونی؟ این اگه حضوری نمیتونه که باشه بتونه این کار رو بکنه. الان یه دونه میتونم بگم مثلا دو سه سالیه، چهار سال نهایی هست که اکثر همه کنسرت‌های بزرگتر و مهمتر و همینا خیلی و وقتی جایی که یعنی کنسرت بزرگی که ولی میدونن عامه مردم هم زیاد هستن، میدونی نه فقط اون آدم موزیسین فقط نمیاد گوش کنه، همیشه سعی میکنن که خود طرف باشه باش حرف بزنن و برای من تجربه هم ثابت کرده که اصلا تفاوت درکی که دارن زمین تا آسمونه. برای من این قضیه قبل اجراست یا بعد اجرا؟ یعنی فرانسازی که اونطور قبل اجرا که چه فایده ای داره؟ یعنی پروگرام رو که نمیسی برای اینه که قبل اینکه کار رو بشنم بخونم برای دقیقا باید طرف وقتی که وارد سالن میشه تا هنوز کنسرت شروع نشده یا اون فاصله بین قطعا بخونه ببینه چیه، میدونی یعنی بهش میتونه کمک کنه. اون طرف انقدر خودش کار کرده و واقعا میتونه فقط لیسنینگ کنه و بتونه مغزشو بدون اینکه هیچ توقعی داشته باشه از هیچ چیزی، میدونی بتونه فقط دریافت بکنه، بشنوه و بعدن نگاه کنه که این چی بوده، میتونه اینطور هم این کاری باشه. ولی برای بهترین کمک رو بهشون میکنه وقتی که قبل از اینکه قطعه رو بشنون بدونن چیه، راجع به چیه، مثلا به یه چیزی باید دقت کنن. من یه مثال میتونم بهت بزنم. من اولین قطعه ارکستر که نوشتم یه دونه کامیشن بود برای سان فرانسیسکو یوت سیمفونی ارکستر، ارکستر مثل جوانانشون که این مثلا ارکستر جوانان اینا از هزار تا ارکستر حرفه‌ای دنیا قوی تره، خیلی خوبن، خیلی خیلی خوبن. ولی هدف این بود که قطعه‌ای که در حقیقت به اونا یاد بده کانتمپرری میوزیک بزنن، ادویکیشن بود که یعنی نوتیشن خوندن و یاد بگیرن و همه این چیزا. و پروگرام قطعه یه سری قطعه کلاسیک و قطعه مختلف بود و بتون و قطعه من که قطعه پریمیر بود. بعد اینا خب کلی تبلیغ کرده بودن و جای خیلی مهمیه سان فرانسیسکو کانسرت هالش و سیمفونی هالش و نمیدونم اینا. من که روز پریمیر نشسته بودم توی سالن، من وسط سالن نشسته بودم، ردیف جلوی من یه سری خانم بودن، اینا که نمیدونستن من آهنگ سازم، که داشتن پروگرام نوت رو میخوندن دفترچه جلوشونه. هی گفتم وای تو برو آهنگ ساز مدرن، اصلا ما نمیفهمیم آهنگ ساز مدرن چی میگن، واقعا من اگه این پروگرام بقیه‌اش رو نشستم اصلا اینجا نبودم. چقدر تبلیغ همین توی پشتن که من معلم پنه من نشسته بود، من نگاه کردم برگشت لبخند زد، گفتم اینو که عادت، یعنی چیزی که همیشه دارم میشنوه، چیز عادیه، میدونی. بعد تو فاصله که سن رو عوض میکردن، رهبر از من خواست که من با یکی از نوازنده بیایم و یکم هم بگم مثلا من کیم چیم، ولی حرف بگم بگم قطعه چیه و قطعه چجوری من نوشتم، که همین چند کلمه توضیح دادن به مردم که بیشترم توضیح نبود و اینکه فقط رهبر بعدش بهشون برگشت گفتش که سعی کنین که دقت کنین به این چیزا، به این سعی کنین به صداها رو بتونین تشخیص بدین صداهای چی. آره یه سری عالم اون موضوع طبیعت داشت و خیلی صداهای طبیعت مختلف زیاد توش داشت و بهشون چند تا رو همجوری حتی تعداد صدای گفت بهشون، یعنی صدای مثلا بادای مختلف، نوع صدای نسیم مختلف میاد، صدای آب مختلف میاد، صدای نمیدونم پرنده های مختلف میاد، چنم از این چیزا، و اینکه این چطوری تغییر میکنه. و سعی کنی حتی اگه براتون میخوان چشاتون رو ببندین، حتی اینو بهشون گفت که برای خیلی آدم ها راحت تر چشاتون رو ببندن واسه اینکه تمرکز بهتری میتونن بکنن. ببین تمام سالونی که کامل سه طبقهش اینطوری پر بود، همه اومده بودن به قطعه دیگه، این شاید کسایی که واسه من واقعا اومده بودن دهشون خیلی کردن، نصف یک پنجم سالن هم نبودن، یعنی اومده بودن به خاطر اینکه با علاقه میخواستن قطعه منو بشنون و اکثریت همه سنای بالا، به خاطر اینکه همه مامان باباها و خاله عمو دایی مامان بزرگ بابا بزرگ بچه‌هایی بودن که قطعه میزدن، فک و فامیلا این عادی دیگه، اومدن بچه رو نگاه کنن. ببین این کنسرت تموم شد، من هنوز واسم تو هیچ کنسرت دیگه این اتفاق نیفتاده که اونجا افتاد. بعد از اینکه کنسرت تموم شد و آنتراکت بود، به مردم تو صف وایساده بودن و همونا که با جلوی منشان حرفا رو می‌زدن که از من امضا بگیرن، اصلا واسه خود من عجیب بود. امضا مگه مثلا من جان لنون که نیستم که، اصلا برای کار ما اصلا همچیزی بود، من نه دیده بودم برای کس دیگه اتفاق بیفته، نه اصلا اینجوری بودم به دختره که رئیس بودم نگاه کردم برشتم منظورشون چیه، آنایتا انجام گفتم آخه یعنی چی، گفت نه 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 ایتس گود. و همه اینا به من همینه گفتن که
امروز موجب شد برای همیشه نگاهش رو به کانتری میوزیک فرق کنه و همیشه یه جور دیگه گوش کنن و قبلش قضاوت و داوری نکنن و سعی کنن و براشون نمیتونن هنوز توضیح بدن که دقیقاً چی شنیدن، دقیقاً چه چیزیه، ولی میتونن بفهمن که یه سری احساس‌های ایموشنالی براشون پیش اومد و یه سری چیزایی شنیدن که تو آخر قطعه اونا اینطوری نگه داشته که فسینیتد بمونن، میدونی؟ و این به نظر من مهمترین، یعنی من احساس میکنم موقع من آهنگساز موفقیم که یه چیزایی رو توی شنونده هام تغییر بدم و شنونده هم بخوان تا آخر قطعه با من گوش کنن، حوصله‌شون سر نره اینطوری باشن دیگه مثلا نگام نکنن، میدونی؟ خلاصه دیدم که یعنی خیلی تأثیر داره حتی روی قشر بی نهایت سن بالا، میدونی که اونا اصولا دیگه از آدم های چی؟ سوال دیگه هم بپرسیم یا؟ بپرس، آره بپرس. این که تایمینگ رو گذاشته براش، این ثانیه رو گذاشته، پس چرا ننوشتیم؟ چه ننوشتم؟ ثانیه رو که مثلا الان دقیقه 2 یا 3. ببین هر فکر میکنم اگه دارم مثلا نیستی که خیلی سال پیشه، فکر میکنم هر 10 ثانیه اینا یه چیزی رو یه اونه کاما گذاشتم فکر میکنم، باید میچک انا یادم نمیاد چیه. نه همه جا نداره. ببین اون موقع، ببین یک اتفاقا از یه لحاظ سوال خیلی خوبیه، خیلی وقت خوب آدم نشون بده. خب این قطعه خودش اطلاعات خیلی زیاد داره، اصلا انا یادم اومد که چیه. یکی از ورژنایی که من نوشتم همین بود که من در 5 ثانیه و 10 ثانیه رو مشخص کردم، موقعی هم بود که اینا هی اشتباه میکردم، میخواستم بهشون نشون بدم بابا جان بزنی، من گوشام میشنم نمیزنین این چیزی که من نوشتم. ولی واسه نوازنده ها توی پارتیتور خودشون، نه پارتیتور اصلی من، با خط خودشون همه جاهایی که باید متر داره یا با هم هستن مشخص بود و رنگی، و من گفتم آنیتا اگه تو اینو اضافه کنی این لایه زیادیه که خیلی شلوغ میکنه و ما اینو احتیاج نداریم. واسه خیلی وقتا برای همین میگم کامیکیشن آدم باید داشته باشه با نوازندهش. وقتی سکور رو مینویسه خیلی وقتا نوازنده برمیگرده با آدم یه پیشنهاداتی میده که برای اون نوازنده میتونه بهتر باشه. حالا ممکنه که یه نوازنده دیگه برش من بگه که من احتیاج دارم شم آخر هر صفحه یا آخر هر مثلا سکشن، آخر هر حالا هر چیزی بدونم الان کجا، واسه اینکه خودم بتونم پیدا کنم، میدونی؟ ولی پارت اونا پر از علامت‌های رنگی مختلف مثلا که همدیگه هم نمی‌دیدن، این چیز خیلی باز مهم بود بتونن از پشت به هم وایسادن بتونن همدیگه رو احساس کنن و اینقدر هم نبود که کامل بدن همدیگه رو احساس بکنن، برای باید گوش می‌کردن و می‌فهمیدن الان که می‌خواد نفس بگیره پس رفته اینجا، می‌دونی؟ توی این قطعه علتش اینه، ولی تو خیلی قطعه دیگه که مثل spatial notation نوشتم معمولا مثلا پر 5 ثانیه 10 ثانیه یه علامتی چیزی هست، میدونی؟ مثلا یه داره خطش پررنگ‌تر، یه چیزی یادا نوشتی 5 تا مشخص، یا بالاش مثلا می‌نویسی که این از اینجا تا اینجا مثلا هست 20 ثانیه، تقریبا 20 ثانیه دیگه، مثلا اگه میخوام 10 ثانیه مثلا باید نصف این باشه، این آدم پروپورشن رو باید رعایت بکنه، میدونی؟ کلیشو مثلا می‌نویسی توی قطعه سولای مثلا آکاردیون من این شکلی نوشتمش. سوال دیگه ای؟ خواهش می‌کنم. من یه سوال بپرسم. راجب این که شما گفتید برای هر قطعه به این فکر می‌کنید که نوازنده‌تون چه قابلیت‌هایی داره. یعنی اینطوریه که شما برای یک نوازنده برای یک بار اجرا می‌نویسید. یعنی فقط همون نوازنده فقط بتونه اجرا کنه. سوال خیلی خیلی خیلی. ببین من یکی از چیزهایی که بهش میبالم واقعا اینه که من آهنگسازی هم که قطعه هم همینطوری اجرا میشه، گروه های مختلف دنیا، گروه های متفاوت با طرز فکرهای متفاوت، همه قطعه من تا حالا قطعه نبوده که فقط پرمیر. اگه آهنگسازی باشه که فقط قطعهش پرمیر something is missing هنوز، میدونی؟ نرسیده. خب بعد موقعیت هم واسه آدم پیش بیاد، میدونی؟ موقعیت خیلی چیز مهمیه که آدم هم شناخته شده باشه، میدونی؟ و هم گروه های دیگه مثلا نگاه کنن بگن او مثلا من این کارش دوست داشتم، اینقدر بیرون باشه. حالا کار دیگه ای که نرم نسیم مثلا با تون صحبت کرد اینه که مثلا
توی ساوند کلاود کارتون آدم کاراشو بذاره واسه اینکه آدمای دیگه بفهمن آدم آقا جون وجود داره، میدونی؟ به پرمیر نمیرسه. خب ببین، آدم میتونه پرمیر به وجود بیاره. ببین فکر کنم مثلا ما آن ساوند رو به وجود آوردیم که بتونیم یه کشور، مثلا اتریش، ایران نیست، اتریش گد، جایی بس تغییر طرز فکر همچین جایی رو تغییر بدیم. الان که فهم کنم میگم ما چند تا بچه فهمیدیم که چقدر واسه خودمون آرزو داشتیم، تغییر دادیم، ولی الان میفهمم که خیلی کار گنده ای داشتیم میکردیم اکچوالی، از اون چیزی که از خودمون خیلی بزرگتر بوده کاره. و فقط چون شاید بهش خیلی تمرکز کردیم، 7-8 نفری که خیلی خواستن، میدونیم آره که این کار انجام بدن هست. برای همین شماها خودتون باید موقعیت واسه خودتون به وجود بیارین، با هم دیگه حرف بزنین. شما هم که دارم میگم، همه با دوستاشون، همه با بچه های موزیسین دیگه که یه سازیو میزنن، و همیشه از هم به هم این حالت رو بدین که قطعه تو رو من اجرا میکنم، دو قطعه من اجرا کن، یا مثلا طرف اصلا ممکن فقط پرفورمر باشه، بگی بهش بگی ما من دوست دارم چیزا رو کنم، پایه هستی که با هم بشینیم کار کنیم، سرچ کنیم، همه چی از همین به وجود میاد. حتی واسه الان من چی میگن، توی خیلی کنسرت دارم توی جاهای مختلف و با نوازنده هایی که آنسامبل های مثلا خیلی مهم و خوب، ولی شروع کار من همیشه این بوده که یه نفر از اونا رو یا یه کل آنساب، حالا یا اسم منو شنن، بالاخره یه جوری با هم آشنا شدیم از یه طریقی که پرسنالی میدونن که من چی کار میکنم، و من به خاطر اون پرسنال کانکشنی که دارم میرم جلو، میدونی؟ حالا ممکنه قطعی من تو کنسرت شنیدن برشون خیلی جالب میان، بعد کنسرت اصلا من اونجا نیستم، می نویسن آره تو خیلی قطعه جای ما میشه قطعه دیگه قطعه هم نگاه کنیم، میشه روز با هم صحبت بکنیم، من این کارو میکنم، آره من از این کارت مثلا خوشم میاد، دوست داری واسه من قطعه بنویسی؟ خیلی وقتا شده من گفتم نه، این اتفاقا میتونه بیفته، بخوام که فکر کنم برای این کس چیزی نداره، منو انقدر جالب واسه من نیست، مثلا یه کار زیادی داشتم هی طرفو مؤدبانه پیچوندم. خب ولی سوالی که خلاصه میخواستم اینو بگم، ببین اگه که آدم وقتی قطعه تموم میشه، خب تو همیشه معمولا یعنی یه دونه بهترین حالت اینه که یه دونه ریکوردینگ ازش داری، حالا آدیو اور ویدیو، خب یه ریکوردینگ خوب ازش داری. بگیم مثلا الان همین قطعه 5-6 بار اجرا شده، اجرای دیگه‌ش هم سال دیگه فکر کنم باشه، ولی تازگی راجبش صحبت کردم با یه گروهی که در حقیقت اپرا توی اصلا من فکر کنم باستن، نمیدونم که حالا anyway از دیکشون دوست جاناتان بوده، شنیدن و اینا، گفت ما میخواییم اینو اجرا کنیم ولی دوست داریم یک کارگرم داشته باشیم که لایتش رو فلان کنه، بهمان کنه اینا. ببین وقتی که تو قطعه رو مینویسی و آدیوش هست و ریکوردینگش بیرون هست، آلردی یه دونه پرسپشن صدا رو داری میدید، معرفی میکنی که میگی من دنبال همچین چیزی میگردم. خب همه زیبایی اینترپرتیشن اینه که دو تا اجرا مثل هم نباشه، سه تا اجرا مثل هم نباشه، ولی هم نمیتونه در حد تفاوت کامل زمین خورشید و ماه باشه، میدونی؟ به خاطر اینکه at the end of the day score هست با اطلاعات دقیقش، میدونی؟ آره score هست با اطلاعات دقیقش. خب که میتونه نشون دهنده اینا باشه. حالا مثلا الان نداشتم من میگفتن چی بود، مثلا برای من خیلی مهم بود که این اندازه، این سایز، اینه تمام افکت هایی که داشتم با این بود. اینا اگرشن گفتن آنهایی تو هیچی از پولو نداره، کلا شاید تو آمریکا دوتا از این هست، یکیشو مثلا دانشگاه ما داره، ما مثلا بزرگترین که میتونیم پیدا کنیم شاید من 40 اینچه که نوازندشون هم میشستم خزن پرکاشن خیلی قد بلنده. و برگشت کنم که ببین، گفت از لحاظ صدایی یا از لحاظ theatrical قیافه، یعنی ویژوال اسپکت برای تو بیشتر اینه، که گفتم both به خاطر اینکه میخوام رزونانس ها بیاد و بستگی برای به سپیسی که داری سوال حامد این که میتونه تغییر بده. یعنی اگه یک کنسرت حال خوب باشه و مثلا یک کمترین سایزی که میتونی پیدا کنی 40 اینچ باشه، میتونه خوب باشه، منتها هنوز باید یه ذره کلکایی بزنین که نشون بده هنوز بزرگ بودن اینو در مقابل خواننده، میدونی؟ حالا جایی که وای میسن، نوع کامرایی که هست، حالا چه لایف باشه چه ویدیو باشه. خب پس یعنی الان نمیان یه سری تغییراتی میدن به قطعه، میدونی؟ ولی هنوز رعایت میکنن اون کاری که آهنگساز میخواسته بکنه یا نکنه رو. حالا چه تو قطعه فقط واسه اینسترومنت باشه، میدونی؟ الان مثلا میتونم قطعه نوت قطعه دیگر بهتون نشون بدم که اتفاقا نسیم تازگی لایف شنیدتش که آنسامبل من که از اتریش اومده بودن. مثلا این قطعه من یه قطعه ای که
موزیسیان ها به حالت با فاصله یکم از همدیگه میشینن و بهترین حالتش اینه که چون خیلی سوال جواب کانورسیشن اینطوری هست اونجوری که حالا من میخواستم که بشینن، بهترینش اینه که فاصله این دو نفری که خیلی مهمن دورتر باشه که مردم بتونن صدا رو بشنون. تا به دفعه که سندیگو شد هیچ اجرایی من نتونستم دقیقاً سپیسی که میخوام داشته باشم، حتی پریمیر که کامیشن یه فستیوال بود و دارمشتات این قطعه برگزار شد، چون چه جایی به این مهمی که کنسرت همینطوری تق 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 کنسرت میذاره میدونی، ولی خیلی وقتا میشه که موقعیت نیست، برای همین بعد نوازنده سعی میکنن هنوز اون خواسته آهنگساز رو انجام بدن، میدونی یه دونه تصور از نگاه صدایی که میخواد براش بشه دارن، میدونی با حالا چیزایی که دارن، امکاناتی که دارن. و معمولا هم کسی که میاد مثلا یه قطعه انتخاب میکنه، اگه خودشون آهنگساز انتخاب کنن مثلا قطعشو، میدونن که مثلا میتونن یه کارایی رو بکنن. بله نمیگن اون قطعه رو انتخاب کنن. میدونی مثلا میدونن براشون خیلی سخت زدنش تکنیکی، خب به خودشون که نمیخوان زجر بدن که نمیان بردارن، قطعه رو بردارن. یا مثلا سازاشو ندارن اصلا. برای همین این و به نظر من اینم فهم دارم یکی از مهمترین زیبایی‌های انترپریتیشن هست که والا چرا مثلا ما داریم یه دونه سمفونی فلان بتوون با اجرای 500 نفر مختلف و چرا فرق میکنه و چرا زیبای ما میشینیم گوش میگیم، چرا اجرا میکنی یه بار اجرا شده بحث دیگه. خوبیش اینه که همه آدما متفاوتن نوعشون، برای همین هنوز همونه، منتها یه سری دیتیل های کوچیکی هست که در حقیقت میکنن مال خودشون، میدونی اون میکنن این چیزی که دارن و میشه قطعه اونا، چون اجرای اونا میشه، که خیلی این چیز جالب و خوبیه و همه نوازنده ها خیلی دوست دارن. و به من تجربه ثابت کرده که وقتی که من خودم واقعا دنبال صدا زیاد برم و اینوستیگیت کنم، ریسرچ کنم و واقعا اون چیزی که میخوام بتونم نوتیت بکنم، همه میفهمنش. سخت درشون هست، that's a different story، میدونی؟ ولی همه میفهمن که چطوری اینو باید تولیدش بکنن و براشون هم ارزش هم داره، چون میفهمن که آهنگساز رفته فکر کرده، میدونی؟ میدونه که داره چی کار میکنه. آره دیگه سوالی اوکی خب نسیم چقدر دیگه وقت داریم که میخوام بدم فکر کنم چی بهشون نشون بدم؟ 10 دقیقه دیگه داریم اگه اوکی. من از خودتون میپرسم، من فکر کنم که شاید براتون جالب باشه که قطعه ارکستر جدیدم که اجرا شده رو بهتون نشون بدم. آدیوشو فکر کنم نسیم بهتون براتون فرستاده که ببینین اینم سکورم فرستاده یا نه، یا من دادم اصلا یا فرستادم. اوکی اگه دادم خودتون هم میتونین نگاه کنین. و شاید مثلا یه سری نمیدونم، اول سوالم که کلا خودتون سوال دیگه ای دارین شاید اینجوری بهتر باشه بپرسم، چی فکر میکنین که براتون، حالا اصلا ممکنم خیلی هم ربط نداشته باشه به سوالای من، ولی با حرفایی که من زدم مثلا براتون یه سوالی در مورد یه چیزی پیش اومد. یه موضوعی راجع به موسیقی معاصر من تو ذهنم همیشه اینکه خیلی از قطعاتی که میشنوم، حالا این قطعه که شنیدیم واقعا کلن شخصیتش مشخص بود، ولی خیلی هاشون یه تجربه صوتی هن. میخوام ببینم اینا به عنوان یک قطعه مستقل هن یا بالاخره میخواد از این تجربه استفاده بشه. مثلا خیلی از قطعات، بعضی قطعات جورج کرام من میشنیدم بعد میگفتم خب این افکت تو فلان کار موزارت جاش خالیه، باید باشه. بالاخره اینا میخواد ازشون استفاده بشه یا نه همینجوری میخواد پیش بره؟ ببین من توضیح اینو نفهمیدم، منظور چیه از اینکه ازش میخواد استفاده بشه؟ یعنی اینکه اینا فقط به عنوان یک تجربه صوتی، یعنی میخواد این قطعه حرفش اینه که اگه این کارو ما کنیم این صداها تولید میشه، با این نوتاسیون هم میتونیم ازش استفاده کنیم. یا اینکه نه خودشون قطعه های مستقلی هست. ببین خیلی سوال خوبی، نگاه کن contemporary music 1000 میلیون تا شاخه داره، به خاطر این contemporary music کلمه خیلی بزرگیه، یعنی موسیقی زمان ما الان معاصر. و هر انسانی، همه کسایی که الان زندگی میکنن با بک‌گراندی که خودشون دارن، حالا
چه تو جاز قوی ترن، توی کلاسیک قوی ترن. کلاسیکی که طرف ایرانیه، کلاسیکی طرف هندیه، میدونی نوع آموزشی که میگیرن. تصمیم میگن که قطعه آهنگساز که میشن قطعه هاشون رو اینجوری بنویسن. برای آهنگسازای جوون و هنوز let's say بنویم که هنوز تجربه اونقدر ندارن، خب که این هم یه چیزی که زمان میبره، میدونی تا آدم خودش بتونه که تجربه رو پیدا کرده، میدونی ربطی به بقیه نیست اصلا بقیه چه فکری بکنن. این چیز خیلی خوب و مهمیه که بیان امتحان کنن. حالا این تجربه صوتی که تو گفتی، من اینجوری حدرم که من برداشت کردم و اینطوری بهت میگم، مثلا ببینن که اگه این تکنیک فلان چیز مثلا من برام جالب بوده، اینترستد بودم، بیام مثلا به حالتهای مختلف به کارش ببرم. خب که یه جورایی واسه من یه جورایی من یاد میگیرم که چطوری با این انجام بدم، که این میشه یه سیستم، یه قطعه که قطعه هست، ولی قطعه که آدم داره، حالا خیلی ها به اسم قطعه واقعیشون میدن بیرون به عنوان قطعه، میدونی، یا اینکه نه مثلا جزو قطعه‌ای که آدم نوشته ولی باشه چیزی خاصی یاد بگیره. خب همیشه میتونه که آدم همه کنسرت رو بره، این همه کنسرت های دنیا که آدم بره همه قطعه خوب باشن، خیلی قطعه معمولا همیشه چند قطعه بد تو همه کنسرت ها هست. خب حالا بتونم بله خوب، حالا نظر خودم بهتون میگم چیه، چون بله خوب یه چیز نسبیه، بله خوب هیچ وقت چیزی نیست که بگی این خوبه این بده. چیز به نظر من خوب بودن یه اثر رو یه موقع مشخص میشه که اون اثر یه تغییری در فکر ما، در حالت ما ایجاد کنه، یه چیزی ایجاد کنه. اگه اون بتونه این کنجکاوی ایجاد کنه، یه ایموشنی رو دست بزنه، میدونی؟ و آدم سواد اگه داشته باشیم، یعنی بدونه تو اون زمینه بتونه کرافت رو، کرافت به فارسی، میدونی من کرافت چیه؟ من اولا فارسیش یادم رفت. یعنی سواد آدم تو کار معلومه، میدونی نوشته مشخصه. چی میگن اینجوری میتونم مثلا احساس کنم که قطعه خوبی بوده. خب ولی مهمترین همه چی، مثل غذا خوردن، شما یه رستورانی مثلا میری غذاشون چه میدونم، حالا مثلا قرمه سبزی دارن که آشنایی 100 سال تو خوردی، دستپخت خانواده، دوستان فلان فلان اینا، طرف یه کاری کرده تو قرمه سبزیش که خیلی عجیبه، میدونی؟ ولی وقتی خوردی میگی که خیلی عجیب بود، اوکی، ولی مثلا خوشت میاد. دلیل نمیشه که اون بگی اون قرمه سبزی بهتری هست یا نیست، میدونی چی میگم؟ یعنی آدم تو چیزایی که خیلی اثبات هم شده تو هنوز میتونم تغییراتی به وجود بیاره و تغییر میتونه اون وقت کل پرسپشن آدم از قرمه سبزی رو تغییر بده. میدونی چی میگم؟ مثلا یه سبزی کاملا متفاوت اضافه کنی، اصلا همه اون بو و نمیدونم چیزی که داره عوض میکنه. خب یه دقیقا یادم بیار سوال دقیقا چی بود، چون یه چیزی گفتم خودم ذهن خودم برگشت، الان نمیدونم دارم چی میگم. این که قطعه مستقلی هستن یا یه تجربه ای هستن که بعدا بخواد ازشون استفاده بشه؟ خلاصه این اینطوری، بعد تمام قطعه های دیگه، حالا چه قطعه های خوبی باشن چه قطعه های خیلی خوبی نباشن، خب تمام کسایی که به نظر من اسم خودشونو میذارن creator، یه کسی که یه چیزی داره میآفرینه، خلق میکنه، خب اصولا یه ایده‌ای داره. خب حالا اینکه طرف چقدر توانایی داره، چقدر سواد داره و چقدر درک داره، میتونه اون ایدهشو به آدینس نشون بده، یعنی اونا بتونن دریافتش کنن یا نه. خب ممکنه که یه چیزی که یه دونه تجربه صوتی هست، حالا میگه من هاش اونجا درست میفهم بفهم منظور چیه، ممکن هست که تو بشنویش وقتی میای بیرون انقدر تو رو تغییر داده باشه که هنوز تو اومدی بیرون داری بهش فکر میکنی، یا برای تو یه دونه خاطره اصلا out of nowhere یادت میاد. خب یا بعد که چیز خاصی تو ذهنت میاره، یه تصویر میاره. خب اون به نظر من یه اثره، میدونی؟ حالا تونسته که یه سری چیزایی که ممکن اصلا آهنگساز میخواست یا نمیخواسته رو به آدینس اینو بفهمه، میدونی، تجربه کنه، اینو تجربه بکنه. آره متوجه حرفم شدی؟ و بس امتحانش کن. مثلا کنسرت که میری مهم هم نیست چه کنسرتیه، ببین بچه اصلا فقط به
کانتمپری میوزیک نیست. این چیزی که آدم به نظر من در مورد همه چی باید یاد بگیره. دیدگاهش به کنسرت پاپ هم میره باید همین باشه. فرقی نمیکنه. میدونی؟ باید یاد بگیره که بتونه بفهمه خصوصیات اینا چیه. میدونین؟ یه ذره مخصوصا کسایی که موزیسین هستن، یه ذره دقیق‌تر نگاه کنه. هی چند لایه بره عمیق‌تر بشه. رنگ صدای طرف یا مثلا چرا الان من این اجرا اینو بیشتر از این، یعنی هی از خودش سوال ایجاد کنه. یعنی پیمان فکر کنم سوال داشتی. آره شما وقت دارین که ما کلاسی خورده بیشتر طول بدیم؟ برای من آره تا یک ساعت وقت دارم، ولی بعدش امشه یه خانم فوت کرده که نموریالشه. نسی میتونیم وقتی کلاس بیشتر داشته باشیم؟ من که از خودمه که بخوستم امروز جلسه آخر هست. من اولی بگم خسته نباشین که واقعا با این مصیبت اینترنت و فیلتر شکن این همه مدت اومدین. حالا هر کی هم که میبینه این ویدیو رو دمش گرم که دیده. مرسی. یادتون هم نره هر کی داره میبینه این کنسرت رو بیا که قراره پلیر کنه. ما همون همه کسایی که داریم میایم خیلی مشتاقیم که کاراتون رو بشنویم. آره این که ما بعداً وقت داشته باشیم و کار بعدیت هم با خودتون بشنیم و توضیح بدیم و بعد سوال. من یه سوال دیگه هم داشتم. اینکه okay. شما گفتین شما شاگرد فودر بودین. و خودم شخصیتی که از فودرتون نظرمه اینه که کاراش خیلی حساب شده است. یعنی یه جایی مثلا واقعاً آره منفی یک مثلا میشه مثلا اینا رو با هم دیگه حتی ریاضی ها حساب کرد. چقدر این قضیه آهنگسازی فودر یعنی چجوری بگم رو من اصلا درصد آره یعنی چجوری نمیدونم چجوری میخوام، یعنی ایده ای که میخواد بده بیرون چقدر محصول تفکر قبل کارشه یا تفکر تکنیکی که داره تو کار نشونش میده؟ ببین در مورد خود فوره داره میگی نه؟ بله. ببین بیات اتفاقا تمام مستر کلاس ها که میذاره خیلی توضیح میده بعض وقتا، یعنی اگه اتفاقا شاگردش نباشی ولی مثلا بری یه مستر کلاس شهر فلانجا باهاش خیلی بیشتر توضیح میده، بیشتر آدم میتونه ببینه که داره چی کار میکنه. اون جزو آهنگسازاییه که کرافت هم کرافت خیلی بالایی داره. خب خیلی فکر شده و محاسبه شده هست ولی ریاضی نیست، همش موسیقیه. میدونی از اینکه چه صدایی با چه توانایی‌های ساز، رنگ صدای ساز، چه فواصلی رو با هم ترکیب کنه که چه جور مثلا آکوردی به وجود بیاد و این آکورد رو چطوری به مرور زبان چه چیزایی چه مثلا حالا آکوردهای مختلفی خیلی اون آکورد کورد نگاه چون میکنه کنار هم اینطوری بیان که ولی مثلا برداشت کلی قضیه تکسچر مثلا اینطوری بسازه. خب میاد دقیقا یعنی همه یه نوتای توی کوردش مشخصه، حتی ممکنه که چی میگن یه دونه نوتش مثلا چنم یه دونه نوت خیلی 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 بالای توی فلوته. خب که این پیچ به عنوان پیچش خب اون چیزی نیست که همیشه اول میشتم اونجوری که میخواد بشنوه، مثلا یه چیزی که نصفش رو میخواد ایری بشنوه. خب هم معنی منظورش معنیش اینه که پس توی کوردش فقط پیچ مهم نیست، میدونی کوالیتی صدا هم مهمه و این مهمترین چیزی که مثلا همه آهنگساز باید بهش فکر کنن، اینکه پیچ یه چیزیه ولی هزار میلیون تا اصلا همه چیز وجود داره که از پیچ مهمترن. میدونی به خاطر اینکه یه دونه مثلا نوت سولو این اینفینیت مدل آدم میتونه بزنه متفاوت باشه، میدونی پس میتونم نوع چیزای مختلفی باش بسازم. واسه کاری که فورا میکنه اینه که خوب بلده که تشخیص بده که چه جور اینتروالا و کوردای رو مال خودش، حالا اونه که برای خودش شده مثال اون شده، اون خوشش میاد و چه جوری اینا رو کنار هم بیاره و چطوری یاد بگیره که تکسچر درست کنه. که من این فکر کنم چیزی که بیشتر چیزی که من ازش یاد گرفتم از فولر اینه که بتونم تکسچرهایی که مینویسم و منم اینتروال رو خیلی نگاه میکنم، برای من مهمه اینتروال ها، یعنی همه قطعایی که مینویسم اینتروال ها میدونم چیه، ولی بعضی مدتی آدم میشه زبون آهنگسازی آدم،
میدونی حالا شاید آدم هی تغییرم میکنه به مرور زمان of course. ولی آره مثلا بگم برای من مهمترین چیز واسه من تمبره، سرنگ صدایی کلا تو همه چی، ولی تمبر وصله به articulation به خاطر اینکه وقتی تمبر یه صدای دیگه میده، وصله به پیچ، وصله به اینکه این پیچ تو چه جایی بیاد، چه رجیستری بیاد، بالا باشه، پایین باشه، وسط باشه، چه حالتی داشته باشه، چه داینامیکی داشته باشه. اون وقت نوعی که من این نوتو و این اینتروال رو برداشت میکنم خیلی تفاوت داره، میدونی؟ و به نظر من و این کار آسانی اصلا نیست. من فهمیدم بهتون میگم که باید انقدر هی بنویسین، تجربه کنین، هی بشنوینش تا بفهمین که این چیه. من خودش یعنی چیزی که خود آدم اول بهش برسه که انتظار داشته باشی که وقتی مینویسی شنفندم بشنوه. میدونی چی میگم؟ برای همین کاری هست که میگم خیلی 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 مهمه که اینو یاد بگیرین، که سازو بگیرین دستتون و یه کسی که دوستتون یه سازی میزنه بکشنش کنار، با طرف تمرین، با طرف به تمام چیزو در بیاری، میدونی؟ ولی همیشه کنجکاو باشن. همیشه مثلا یه چیزی که اصلا سازو هیچ وقت نباید به نظر من داغون کنه، یعنی به نظر من ساز یه چیز مقدسه، هیچ وقت نباید حد یادم بره جلوی که ساز به خطر، یعنی بد باشه واسه ساز، میدونی؟ ولی تا وقتی که برای ساز بد نیست، آدم میتونه همیشه انقدر کنجکاو باشه ببینه چیه. شاید آخرش ات دی اند اصلا استفاده نکنه ها، میدونی؟ ولی آره بتونه اینو بتونه کوالیتی خصوصیت های مختلف صدا رو از بکشه بیرون. جواب سوالت گرفتی؟ یعنی اگه بخوام بیشتر توضیح بدم، آره یه جاهایشو علی نکنم، شاید من خودم اینجوری فکر میکنم که شاید کلیتش دستشه، خب یعنی میدونه که الان داره چه اتفاقی میفته و همونو آنالیز میکنه و اون بعضی وقتا اون قضیه آنالیز داره موسیقی رو پیش میبره. اینجوری هست یا نه؟ یا کلا نه نه اینطوری نیست. ببین اکثر آهنگسازا آنالیز همیشه بعدش میکنن، این یه زیر جمله‌ای که آدمو نمیگن به هم دیگه است، بعدش میگه خب من اینجا منظورم این بوده که این فرم فلان فلان yes، ولی به این دقیقه فقط وقتی بعد قطعه هست. اینو من به کانفس میگم باز از طرف تمام آهنگسازای کره زمین، هر کم بگه نه الکی داره میگه. خب همیشه آدم فکر میکنه، اف کورس داری فکر میکنه، ولی که نمینویسیش میتونی به یه چیزایی فکر میکنه، ولی اون دقیق بتونه به یک دقیقاً من این کار کمی فکر کنم، جمله بندی میدونی مشخصش کنه به زبانی که من بفهمم، آنالیزی که خود آدم بعد از قطعش میکنه میدونی، و به یه احساس دیگه است که وقت تموم میشه میتونی تازه با یه چشم دیگه نگاه کنی قطعه رو. ولی نفوره خیلی به صدا چی میگن به کل، و اینکه این درست هست که توانایی با تجربه زیادی که داره فرم مثل یه انسایکلوپدیا میمونه، میدونی بیات مثل یه دونه کسی که اطلاعاتش انقدر زیاده، انقدر زیاده که چی میگن هیچ وقت واین تموم نمیشه سوال کردن، یعنی اگه ازش سوال داشته باشی فکر همیشه میره جلو. خب و خلاصه برای همین با این تجربه خودش انقدر به یه جایی رسیده که الان میدونه که اگه این آکورد رو تو این زمان فلان چیز کنه اون جوابی که میخواد رو میگیره. میدونی چی میگم؟ خیلی وقتا همچنان من یادم مثلا فوره وقت قطعه آکوردانش رو داشت مینوشت، موقعی به که اتفاقا من داشتم قطعه سولو آکوردیونم رو تازه تموم کرده بودم، بعد من با کسی که کار کرده بودم که هنوز الان یه سری کتابایی داره انتشارات برن رایتر، کتابای مثلا اکسن تکنیک ساز ایکس، اکسن تکنیک ساز فلوت، ساز نمیدونم توبا، بعد قبلا اصلا این نبود دیگه، همه با هم کار میکردن و هرکی از هم یاد میگرفتن، و من قطعه آکورد سولو آکوردیونم از اولین قطعه هایی که نوشتم قشنگ به نظر خودم بیبی بودن دیگه، اولین قطعه رسمی واقعا بگم قطعه هست، ولی یک سال طول کشون قطعه بنویسم. چرا؟ چون غیر از این که با نوازنده آکاردونیست کار کردم، از دوستای من بدونم که اصلا نوازنده مشهور نیست، الان اصلا شاید فکر کنم موسیقی کانتری مانتری میزنه، اصلا گف از کانتمپر میوزیک کنار تا این حد، یعنی هیچی نیست، زنگ گرفت و جدا شد، همه زندگیش تغییر کرد. چیز بیانت یکی از دوستای من بودم، من فقط برام خیلی جالب و با هم همچنین میچرخیدیم، یه بچه‌ام گفتم ببین من میشه یه قطعه واسه تو بنویسم و یاد بگیرم چون برام خیلی جالبه، گفت آره آف کورس و اینا، واقعا همین شکلی شروع شد کار کردن باهاش، ازش یه آکوردئون دب و داغون که دیگه دوم داشت گرفتم و من یک سال
هی تمرین میکردم، اجرا میکردم، ضبط میکردم این چیه، و از اون سوال میپرسم، چون خیلی چیزا رو کسی که بلد نیست سازو میزنه، ولی اصلا چیزی نیست که نوازنده اکچوالی بتونه بزنه، نوازنده که سواد داره. یادم باید با نوازنده هی کار کنه ببینه آیا درست منطقی هست یا نیست، میدونی، یا نوازنده یاد میگیره، یا اینکه نوازنده میگه نه این یه چیزی که مثلا برای من نمیتونم بزنمش، میدونی. و معمولا هم کسی که اینترستد هست به آدم همیشه گوش میکنه به آدم، این سری نمیگه نه این چیه من نمیزنم، هیچ وقت اینطوری نیست، خیلی کم پیش میاد، یعنی وقت نشون میگه طرف نمیخواد اصلا بزنه، آمادگیشو نداره، آموزگی مغزشو هنوز نداره. برای خلاصه اینو میگم، مثلا یه سری چیزا کشم و موقع فوره بود، فوره داشت با استاد بند تو دانشگاه قرار داشت، یعنی که اونو ببینه که ازش یه سری سوالای بپرسه. یعنی من سر کلاس یه سری چیزا که پیدا کردم بشودم، بعد گفت آه راست میگی، چه صدایی هست، من نمی‌رسم این صدا، یعنی کسی مثل اون که کلی تجربه داره، کلی قطعه مختلف آکوردون برای سیچویشن مختلف نوشته، ولی مثلا قطعه سولو ننوشته بود هنوز. یادم نیست آخرش تموم شد قطعه، فکر کنم چرا سولوشو نوشته یا مثلا دو یه چیزی، ولی یه قطعه بود که مثلا ارکستر نبود، میدونی، یه آنسامبل بزرگ نبود، اون چیز مهمی توش بود. هنوز یک عالمه چیز هست که نمیدونه، میدونی، و هی باید این گشتن و سرچ کردن تموم شدنی نیست، هیچ کس نمیتونه بگه من همه چی میدونم، اصلا وجود نداره، اصلا امکان پذیر نیست، میدونی. و من قشنگ یادمه که اینو من، یعنی این المنتی که مثلا تو اون کتابه، من که اون موقع هیچ کاره بودم دیگه، حالا الان مثلا الان کتاب توبا که داره میاد بیرون، من یکی از کسایی ام که توش قطعه ازم خواستن قطعه بنویسم برای نوازندش داره میاد بیرون، خب، ولی اون موقع من بیبی بودم، اصلا اولین قطعه ام به عنوان آهنگساز. یه سری مثالایی که مثلا من به فوره نشوندم یا تو قطعه به کار بود، الان به عنوان مثلا تکنیک فوره اینو کشف کرده وجود داره، میدونی؟ یه سری چیزا خلاصه همیشه این کسی که کم مثلا باسوادتر خب میان اینا رو میکنن، این چیزی که الان وجود داره هست، ولی همیشه هیچ وقت اینو واسه این توضیح دادم بهتون که بدونین که هیچ آنم هیچ وقت اینجوری نیست که همه چی رو همیشه بدونه، میدونی. یه آهنگساز اگه تو آدم خیلی گوشش رو حساس کنه و گوشش رو تمرین بده، ترین بکنه، این اطلاعات خیلی آدم روزانه داره میگیره برای گوشش، میدونی، و واقعا روی گوشش کار بکنه. اگر چیکار یادم بکنه به مرور زمان، موقعی آدم آهنگسازی، من این چیزی که همیشه به شاگردای خودم میگم، مهمترین خصوصیت آهنگساز اینه که گوش خوب داشته باشه و بتونه گوشش و مغزش رو به هم لینک بده، که این فقط وقتی به وجود میاد که آدم، یعنی معنیش چیه؟ معنیش که هر چی میشنوی مغزت هم بفهمه چیه، میدونی، که بتونه ازش درش بیاره، انجامش بده. ولی یه پروسه‌ای که خیلی طول میکشه. الان که من دارم به شما میگم بچه‌ها اینو اینه، قضیه خودم دارم قطعه می‌نویسم، صد بار به زمین و جهنم و آسمون رو نابود میشم و اینطوری میشم تا بفهمم چی میخوام بنویسم، میدونی. این آدم یه سری چیزا براش به مرور زمان با تجربهش میشه، مثلا میدونه این الان اینطوریه، ولی چیزای دیگه رو نمیدونه و باید هی امتحان کنه، هیش اشتباه کنه، هی شکست بخوره، هی در نیاد تا بفهمه که او اینطوری باید نشون بدم. آره، ولی هیچ چیز ریاضی استفاده اصلا شخصش اینطوری نیست، ولی اینتروال رو حساب میکنه کاملا، مثلا قشنگ توضیح میده کورد داره، تمام پیچای کورش مشخصه همیشه. مثلا برای من خیلی جالبه، من ازش چیزی که خودم برداشت کردم و از فوره یاد گرفتم، چون فوره اولی معلم آهنگسازی من بود و کسی که اون به من گفت بیا امتحان آهنگسازی بده، من شاگرد من باش، موقعی که من داشتم خواستم امتحان آهنگسازی بدم ولی هنوز نمیدونستم از میوزیک تیوری، که فقط هم یه چیزهای چرت و هیچ، یعنی واقعا چیزی که بهشون دادم واقعا اصلا نه اون چی فکر رو با خودش چی دیده بود تو من که به من گفت بیا مثلا بشو شاگرد من، که با اینکه معلمی بود که خیلی وقت نداشت واسه ما بذاره، چون آدم مهمی بود، آدم معروفی بود، همیشه ازش همه در کلاس در میزدن الو سلام چطوری خوبی، کلاس به صحبت و کافه خوردن و اینا میگشت، مثلا کلاس با من شاید 5 دقیقه 10 دقیقه بود، ولی بازم همچون خیلی آدم باسوادیه و همین که برای منم مهم یه چیزا یاد بگیرم، من از فوره خیلی چیزا یاد گرفتم، تجربه یعنی کردم، که واسه من خودم خیلی جالبه. خیلی از همه قطعای من، اکچولی همه قطعای من، مثلا قطعای آنسامبل و اینا که چند تا اینسترومنته، تمام کسایی که من مثلا بعد کنسرت بهم میگن که معلومه که شاگرد فوره هستی، یه چیزای توش مشخصه، معنیش نیست که اون صدای اونه، میدونین چی میگم، معنیش اینه که یه نوع استفاده از اینو نگاه برای ساختن یه چیزی مثلا مثل اون آدم هست، میدونی؟
جواب سوالتو دادم الان؟ بله. اوکی. مرسی. خوش میکنم. اوکی. دیگه؟ من اجازه میخواستم بگم. یه موقع هم هست اصلا تو فرمو داری. ولی در نهایت به نتیجه میرسی که مثلا خب الان روند موزیک من یه جوری شده که من باید فرمو بشکنم وگرنه به قطعه آسیب میزنه. صد درصد. این که گفتی منو به یه چیز خیلی مهم افتاد. یکی از آهنگسازهایی که به نظر من خیلی آهنگساز خوبی و بتونم خیلی توصیه میکنم کاراشو استادی کنین، زناکیسه. حتما اسمشو شنیدین. آهنگساز یونانیه که حالا زمان قدیم اومد شیراز، قطعه پرسپولیس رو شیراز درست کرد و اینا، توی این جشنای 2500 ساله یه مال فستیوال شیراز. بعد من کسی هم که مثلا زناکیس خیلی ادمایرش میکنم، خیلی برام جالبه همه قطعاش. ممکن نیست اون چیزی باشه که من مینویسم، میدونی، ولی همیشه هر قطعش رو که شنیدم فاسینیتد شدم، بهش گفتم واو اینترستینگ، منو به یه چیزی زنده داده. و همین واسه آهنگسازیه که من خیلی باش کیف کردم. ما یه کلاس آنالیسیس داشتیم با یکی از استاد دانشگاهمون که این زمان اون مثلا با هم همدیگر میشناختن و مثلا از نزدیک کاراشو میشناخته و همش یه توضیحی که به ما داشت میداد، توضیح میداد که این چون از آرشیتکت بوده که اومده، که چقدر تمام اینا و درست هم هست با فرمولای سخت ریاضیه هر چیزی که نوشته، تمام چیزی که نوشته، انتگرال بلا 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 بلا، اصلا من دیگه اسمشو یادم نمیاد، حالا مثلا خیلی سن بشه ریاضی داد خونده بودم، ولی منظرم که همه چی حساب شده است. و توی یه کتاب داره که راجع به تکنیکای آهنگسازی خوش صحبت میکنه، دقیقاً همه فرمولا رو نوشته برای همه قطعه هاش، همش فرمول ریاضیه. و من همیشه به خودم و من عقیده من این هست که هیچ وقت، یعنی عقیده شخصی من، ممکن عقیده کس دیگه نباشه، ولی عقیده شخصی من هست که قطعه ای که فقط با فکر ریاضی و فرمول نوشته باشه آهنگسازی نیست. به خاطر اینکه موسیقی چیزیه که احتیاج داریم که ما بشنویمش و اون چیزی که آدم میشنوه تغییرش میده، اون موسیقی و موسیقی میکنه. فقط ریاضی هیچ نشون دهنده پرفکت بودن اون اصلا نیست. و خلاصه واسه من این شده و یه دغدغه برای من که واو، پس این فکری که من دارم اشتباهه، چون من یه کسی مثل زناکیس که من از کارش انقدر ادمایر میکنم اینجوری مینویسه. It turned out که اینطوری نمینویسه. کسی مثل زناکیس که همه کاراش رو تو کتابش خودش نوشته که فرمول سخت ریاضی همه چی میکنه، میتریکس فلان درست میکنه، وسط قطعه میرسه به جایی که میگه با اون آهنگساز اینا اصلا به درد نمیخوره، این عوض میکنه کلا سیستم رو، میشکنه فرمول رو میندازه دور، یه فرمول دیگه میذاره، کلا میگه یه پرانتز اینجا چند دقیقه یه کار دیگه میکنم چون احتیاج داره، قطعه احتیاج داره و الان نمیتونم، که اصلا هیچ ربطی به فرمولش نداره، دقیقاً داره نابودش میکنه اونو. که بعد فهمیدم هم اوکی، احترام حتی براش ادمیری که مثلا بیشتر شد، واسه اینکه فهمیدم توانایی اینو داره که بفهمه مهم موسیقیه هست، میدونی؟ مهم اون فرموله نیست. همون مسئله رو تا یه جایی پیش میده، اونجا که جواب نمیده، اونجا عوض کنه، کات میکنه. اونجایی که ببین، یعنی آدم همز... ببین نکن آهنگساز به مرور زمان باید یاد گوشش باید انقدر قوی شده باشه خب که وقتی نوتا نگاه میکنه بشنوه. اوکی؟ فقط هم تجربه است. این یه چیزی که یه ترینینگ منتها باید همه لحظه های زندگیش به نظر من آهنگساز باید واقعا فکر کنه و تمرین بده. خب انقدر باشه که مثلا وقتی سکور نگاه میکنه دقیقا میفهمه که الان انگار که داره آدیو یه چیزی گوش میکنه. این آهنگسازی که دیگه رسته به یه جایی بگو سالا چیزی برای پیس متریال بده، برای پیس متریال مثلا پیچ باشه، پیچایی که مثلا پیچای موسیقایی یاره. نه برای هر چیزی، برای هر چیزی، برای نویز قضیه چجوریه، یعنی آموزشش برای به خاطر اینکه اونم باید اونم رنگ داره دیگه، فقط که یک نویز یه چیز فقط نیست، کوالیتی های مختلف داره. به مرور زمان آدم با توجه به نوتیشنی که داره اون چیزی رو که گفتم گوشش رو به مغزش لینک بده، خب مغزش بهش میگه که این چیزی که داری، این فرمانی که داری میکنی با تمام تجربه هایی که داری این صدا رو میده. خیلی وقتا میشه که آدم توی یه چیزی رو نمیشناسه خب و نمیدونه چه صدایی میده، خیلی هم that's okay، میدونی بالاخره هم یعنی همیشه هست، همیشه چیزی هست که آدم ندونه همیشه دقیقا چجوری میشه.
مثلا من قطعه ارکسترینگ داشتم می‌نوشتم، یه سری کاری که می‌خواستم انجام بدم با براس اینسترومنت ها، با سوادی که من داشتم و یعنی امتحان کرده بودم و کسی که اطلاعاتم راجع به اون سازا داشتم، ولی مثلا 100 بار براش قطعه ننوشته بودم، مثلا 3-4 بار قطعه نوشته بودم. یادمه که معلم قشنگ گفتم من اصلا هیچ پرسپشن ندارم که این توی کانسرت ها این قسمت قطعه من شنیده میشه ملودی اصلا براسا یا نه، یا اینکه بقیه میپوشوننش، به خاطر این تجربهشو ندارم. بدونی چی میگم؟ و این بادم فقط میتونه مثلا کارش چیه؟ اینه که بره پارتیتورای دیگه ارکسترا رو نگاه کنه، ببینه آهنگسازای دیگه مثلا برای براس چجوری نوشتن و در کناره که نوشتن مثلا اگه رجیستر فلان بوده سترینگاش چیکار داشتن میکردن، که بهش یه آیدیایی بده که اگه نمیدونه بفهمه که تو چه کامبینیشنی چه صدایی که میخواد تولید میکنه. میدونی؟ آدم یعنی همیشه باید دنبال این باشه که مثلا بتونه بفهمه صدای چیه. جواب سوالت دادم؟ آره. متدی هست برای اون قضیه که این جدا از قضیه سولفژ اینا که برای من خودم فکر کنم برای پیش متریاله، برای اون متریال دیگه ای که مثل نویز یا مثلا مثل اون هارمون به عجیب غریبی کار چیز میرن تو همگه، چجوری اینا رو میشه واقعا فهمید و تشخیص داد؟ یعنی فقط با گوش دادن یا؟ آره ولی بعدا مغزش هم به کار بنابرای یه کاری که فکر کنم شاید نرسن با تون گرده باشه که من با شاگردام همیشه میکنم و چیزی که من خودم ازش اینطوری یاد گرفتم و تونستم گوشم رو قوی بکنم و همچنان دارم همیشه این کار ادامه داره، یعنی وای نمیسته این پروسس، اینه که یاد بگیرین که با گوشتون انالایز کنین، بهش میگن لیسنینگ انالیسیس، که برمیگرده به همون قضیه‌ای که لیسنینگ یه چیز فکریه، یه چیز فقط پسیو نیست، اینا میشنوینش. کاری که میتونین انجام بدین که به خودتون کمک کنه، یه راه اولش اینه که مثلا یه 10 دقیقه رو بذاری تو روز، الان نشستی همین جلوی همین جایی که الان نشستی، خب این 10 دقیقه فقط گوش کنی داری چی میشنوی، ولی گوشتو باید حساس کنی چون هم در حالت اول هیچی نمیشنوه. بعد یکم مثلا الان من جایی که الان با شما نشستم دارم مثلا باتون حرف میزنم که الان خونه ساکته، از بیرونم حالا مثلا هیچ صدایی نمیاد، مثلا دارم میشنم یه صدای خیلی نویز کمی مثلا یخچال داره، خب یا مثلا به خاطر اینکه نمیدونم یه بچه داره از بیرون رد میشه، ولی رد شدنش مثل یه کرشندو دکرشندو چون داره مسافت رو بهت نشون میده، حتما همتون بهش فکر میکنین، ولی آدم تا وقتی که خودشو تمرین نده کامل به همه اینا فکر نمیکنه، بخواد اینکه یک عالمه اطلاعاته، حالا بستگی اینکه محیط چقدر اتفاقات بیشتری میفته اطلاعات هم بیشتره، و همین که بازم با چشمات هم بتونی این کارو بکنی، خب این یه تمرینه و قشنگ مثل یه دونه، من به شاگردام همیشه میگم که یه دونه ژورنال درست کنین، یک دفترچه رو بردارین، همیشه هم دفترچه بدون خط، هیچ وقت روی کاغذ با خط کار نکنین، همیشه کاغذی که هیچ خطی نداشته باشه، به خاطر اینکه وقتی یه چیزی خط داره به شما آلردی میگه اینطوری باید بنویسین، ولی وقتی نداشته باشه آدم یه کار دیگه میکنه. خب روی یه دونه ژورنال دفترچه کوچولو بردارین، یه کاغذ حالا هر جوری که هست، ولی منظورم که نگهش دارین. علت این میگم آره دقیقاً همین پالین اولیوروس، این کسی که دقیقاً همه این کارو کرده، خب خوبه که نسیم باهاتون انجام داده، و ببین واسه خودتون هر روز این کارو انجام بدین، و این مهم بودن همه ترینینگ اینه که آدم هر روز کاری انجام بده. اگه من مثلا یه روز 5 ساعت کار کنم و دفعه دیگه یه ماه دیگه کار کنم، این ترینینگ نیست، هیچ نتیجه نمیگیره آدم، میدونی باید یه کاری اینقدر روزانه باشه که تو داری یاد میدی در حقیقت به مغزت و گوشت که اینطوری ببینه بشنوه. خب کنار همین هر روز یه قطعه رو انتخاب کن، اصلا مهم نیست چه ژانری باشه، کلاسیک، جاز، پاپ، مهم نیست، ولی یه قطعه ای که یه جورایی برات اینترستینگه یا خوشت میاد یا اصلا خوشت نمیاد میخوای ببینی چرا باید اینترستینگ حتی تا این حد. خب شاید براتون، شاید چون جالب تر الان دارین اصلا آنوش آهنگ سازی هستین، شاید خوب مثلا با آهنگ قطعه کلاسیک بودم شروع کنه، ولی هیچ فرقی واقعا نمی کنه. خب و مثلا قطعه کوتاه، قطعه خیلی طولانی هم نه، مثلا فوقش 10 دقیقه. خب سکور رو هیچ وقت اولش نگاه نکنین، اصلا نگاه نکنین، فقط گوش کنین، یه کاغذ بذارین جلوتون و هر اطلاعی که میشنوین رو کاغذ بنویسین به حالت گرافیک. مثلا دارین میشنوین که چه میدونم یه دونه نوت خیلی بالا وجود داره که همیشه هست
نوتر رو بکشین یه خط، یعنی این همیشه ادامه داره. داینامیکش رو زیرش حالا سواد موسیقی داریم، همه ما میتونیم بنویسی فورته اینا. خب یا مثلا میبینی که یه دونه سکشنه که دونه دونه نمیتونه، اصلا حرف هم این نیست از این پیچ بنویسی ها، یعنی حتی واسه کسی که پیچ پرفکت، اصلا قضیه راجب این نیست. قضیه راجب این که آدم بتونه یاد بگیره تشخیص بده چیه، میدونی، بتونه بشناسه. آره پرفکت دقیقا. ولی یه کاری که باید هر روز انجام بدی برای اینکه بهش، برای اینکه به اینجا برسی، باید هر روز انجام بدی، میدونی. به خودتون بگی که این قطعه رو یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار دیگه، مثلا پنج بار، همه پشت سر هم باشه، یعنی قشنگ وقت باید بذاریم براش. گوش کنین، وقتی که دیگه واقعا هیچ اطلاعی نداشتین، نمیتونید دیگه، چیزی نبود که بنویسین، حالا اسکور رو نگاه کنین و با اسکور بشنوین و بعد نوشته خودتون. بالاخره بعد از خیلی که این کارو بکنین، به یه جایی میرسه که اسکور شما گرافیک این اسکور میشه، میدونی؟ ولی اینطوری هست که یاد میگیری اوه این که من نوشتم اینه، آه پس نشنیدم مثلا هم چیزی وجود داشته باشه، میدونی؟ یا مثلا می فکر میکنی که این الان یه دونه صدای ویالونسل مثلا داره میزنه، ولی بعدا میفهمی که این یه رجیستر مثلا های دابل بیس بوده. یاد میگیری که رنگ صدای مثلا دابل بیس وقتی که تو این رجیستر نوشته بشه با این داینامیک مثلا اینه، میدونی؟ این اون قسمتی که میگم آدم به گوشش اطلاعات رو یاد میده، ولی به مغزش لینک میکنه با سوادی که داره. چند بار اینو نگاه کنی که بعد بفهمه که این چیه. و به نظر من اگه که بتونی وقت بذاره، هر کسی هر روز یه قطعه، ولی هر روز انجام بده، یا حالا یه روز در میون اینو بکنی، یه کاری که دائم. من بهتون میگم که اثرش، من کوارتر قبلی که کلاس آهنگسازی درس میدادم، شاگردای من که 10 هفته کلاس این کارو کردن، نسیم بچه‌ها رو توی کنسرت دید، این رو کلا یه انسان دیگه شدن، خلق شدن، به وجود اومدن توی 10 هفته، که اصلا برای من خیلی عجیب بود. 10 هفته 3 ماه زمان زیادی نیست، اکچولی نیست، میدونی. ولی اینکه هر روز این ژورنال رو واسه خودشون نوشتن، اونا هر روز یه قطعه گوش میکردن و هر روز این کار رو انجام میدادن، بعد مراجعش با هم صحبت میکنم، بعد من بعدش اسکورا رو براشون میذاشتم آنلاین. یه سری قطعه رو از وسط های کورته بهشون گفتم هر چی خودتون میخواین انتخاب کنین، گوش کنین، ولی منبعی داشته باشین که بتونین باش مقایسه کنین، میدونی. ولی علتش اینه که یاد بدن. و اینا این علت این چی میگن استمرار، کلمش درسته، تا همه کار یک کاری انجام، این هست که کانتینیوس بودنش هست که آدم توش ترین میشه، یاد میگیره یه چیزی رو، میدونی؟ مثل ورزش شده، یادم میخواد یه بدن مثلا ورزش کار خوب داشته باشه، بعد یه روزی من نمیتونم فرش بشم بهترین هیکله و ماسل بزنه بیرون رو، نمیدونم اینطوری باشم، بعد انقدر هی کار کنم متفاوت روی این بدنه، کار بکنم، غذا درست بخورم، نمیدونم درست بخوابم، فلان کنم، بهمان کنم و یه سری نرمش های خاصی انجام بدم هر روز که بتونه بدنم به این شکل در بیاد. این همونه، این بازم نوازنده های سازا که کسی که پرفورمر پروفشنال هر روز باید تمرین کنه، هیچ فرقی هم نمی کنه. هر روز باید بالاخره اگه تمرین دستی هم نمی کنه، تمرین مغزی می کنه، دندوتاشو نگاه می کنه، می فهمه که داره چی کار می کنه، می دونی؟ و این می تونه بهت کمک کنه. من اینو چون هم کاری که خودم کردم و اینجوری من رسیدم به این، و اینکه کنجکاو باشی هر چیزی که نگاه میکنی، سوال کنی، چم الان لیوان آب جلوت میبینی، فکر کنی که لیوان دست داری میگیری، به این فکر بکنی که الان چه چیزی داری حس میکنی، سنساشو آدم بتونی سنساتو انقدر قوی کنی که اتوماتیک همه این چیزا رو مثل یه فرمول همه این اینفورمیشن برات بیاد. خب لیوان الان مثلا لیوانش قدش بلنده، نصفش خالیه، نصفش ولی پره. اگه مثلا این آبش مثلا شربت بود، یعنی یه چیز دیگه هم داشت، اگه مثلا الان من با قاشق هم بزنم، نوعی که هم میزنم صداش فرق میکنه، میدونی؟ نمیدونم اگه الان لیوانو از اینجا نگاه کنم، لیوانو اینطوری میبینم، ولی اگه از بالا نگاه کنم فقط یه دایره میبینم و و و و و اینا بی نهایت آدم میتونه بره جلو. ولی اگه شروع کنین به خودت این آموزش رو یاد بدی، به مغزت خودت و گوش خودت و چشم خودت و همه حسا، همه اینا رو میتونی به من پیاده کنی تو موسیقی، میدونی؟ میتونه به اونجایی برسه که آدم بتونه همه اینا رو بیارتش اونجا. آره من اینو توصیه میکنم، چون من رسیدم و شاگردای خودم هم هر کسی دیدم این کار رو واقعا کرده، میگم مثلا انسان دیگه شدن. چی؟ درسته.
کار خیلی سختی هم هست. او آف کورس ببین اینا دقیقاً کار خیلی سختی داشتن به شاگردام اینو میگفتم، گفتم آقا میخوای آهنگساز باشین یا نه؟ آهنگساز بودن کار آسونی نیست. آهنگساز اگه کسی نمیخواد میدونی زحمتش رو بکشه آهنگساز نباش. چرا آهنگساز؟ آهنگساز ریخته میدونی؟ در کره زمین آره میدونم خیلی سخته، واقعا خیلی سخته، ولی ببین آهنگساز بودن، آهنگساز یه کاری خیلی آدم alone، خیلی تنها، خیلی ریاضت باید بکشه و خیلی باید پشت کار داشته باشه. تالنت اینقدر قضیه است. خودش اگه کسی فکر کنه من با تالنت دارم آهنگساز باشم، این forget it. پشت کار داشته باشن مهمترین چیزی که تو همش ادامه بدی و وسطش هی تا سخت میشه که همیشه همینطوری هست، هی در نری بگی نه و خود آدم به خودش وقت دروغ نگه. اینم هست، آدم خودش اکثر وقتا خود ما میدونیم که میتونستم بهتر کار کنم، میتونستم بیشتر فکر کنم، میدونی یعنی چویس هایی که انتخاباتی که میکنه آدمو با فکر بکنه. اون چیزی که بهتون گفتم من 2011 فکرم، من یه بار دیگه شدم قبلا یکم قبلترش برام پیش اومد، همون اول که 2000 قبل هم داشتم از ایران میرفتم، که چرا آهنگساز باشم من، چرا این همه کار بکنم، این همه باید ببین یعنی آهنگساز به نظر من خب آهنگساز خیلی خوب با زمان باید کسی باشه که همه مثل رهبر خیلی خوب همه سازا رو بشناسه. معنیش نیست که همه سازا رو میتونه مثل پرفورمر خدا بزنه، اصلا این نیست، ولی دقیقا میدونه که چه تکنیکی، چه صدایی در میاره، تو چه حالتی، تو چه سرعتی، تو چه رجیستری، تو چه داینامیکی و و و و با چه آرتیکولیشنی. خب اگه به این حالت برسه اون وقت میتونه تازه حالا بیاد ایده خودش رو بخواد بنویسه پیاده کنه، میدونی تازه بفهم من حالا چیه میخوام نشون بدم، تازه اون یه قسمت کاملا متفاوت دیگه است. برای همین این تمرینی که از یه آبجکت شروع کنی، یعنی لیمیت کردن، بهترین تمرین واسه آهنگسازیه که خودتون رو محدود کنین به یه چیزی و اونو ابزرو کنین و تو اون یاد بگیرین همین دیتیل ها رو چجوری تشخیص بدین، چون کار سختی، چون آسون نیست، و یکی یکی زیادش کنین. بعد بشه مثلا واسه یه قطعه سولو باشه، چرا مثلا برای یه ساز باشه، میدونی؟ باز دوباره یکی یکی هی فکر کنین چرا 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 همه اینا، یا چطوری میتونم همچین، میخوام همچین کاری رو بکنم. مثلا حالا چند با معلم آهنگسازیتون دارین صحبت میکنین، مثلا میگی من میخوام اینجا یه قطعه مثلا چیه مثال بزنم، شاگردای من داشتن یه سری قطعه برای یه سری ترک الکترونیک من بهشون دادم، بعد قطعه خودشون رو میساختن از این ترک ها و پروسس میکردن و اینا، و اصلا هدف من این نبود که سواد الکترونیک داشته باشن، نرم افزار فلان پدال رو چیشی بلد باشن، خود منم بلد نیستم انقدر. خب ولی بفهمن که چه صدایی میخوان در بیارن و صدا رو در درستش صدا رو بسازن، در حقیقت مثل ارکستریشن فکر کنم به الکترونیک، که این برای کاری که من همیشه خودم میکنم به من یعنی خیلی کمک کرده. بعد یکی از شاگردان من که این شاگرد خفن من بود هست، خیلی پسر واقعا بی نهایت بااستعداد، یعنی من 21 سالشه، من 21 ساله بودم خودم نه حساب نمیشم در مقابل این آدم، مثلا این مثل 27 8 ساله منه، واقعا واقعا خیلی جنریشن دیگه تغییر میکنه، همه جوان ترا از ما سوادشون هی جنریشن میره بیشتر سواد دارن. داشتم گوش میدم برایم سوالت چیه؟ برایش گفتش که من میخوام که این حالت اکو رو به خاطر اینکه این نشون دهنده یه دونه تکه یه از بین همه صدای یه چیزی صدای رو میگم مشخص کرده که مثل یه ساز ملودی دار بود، یه ملودی خیلی فاصله کوچیکی ولی مثلا پروسس فلان فلان یه ملودی درست کرده، ولی میخواست که این بتونه طوری باشه که انگار این ملودی داره حرکت میکنه، طرف داره راه میره. خب ولی چطوری توی یه دونه ترک اینو به وجود بیاره؟ خب یه راهش اینه که آف کورس تو میری اسپشیالایز میکنی، الان برو این و ترکاتو، ولی این هیچ وقت پرسپشن کامل رو نمیده. پرسپشن کامل رو وقتی میده که آدم بفهمه من چجوری میتونم سپیس رو عوض کنم، خود سپیس رو واقعا تغییر بدم. مثلا حالا ما با هم کلی صحبت کردیم، بفهمم اون چی میخواد که بتونم بهش تیپ بدم، میدونی؟ آدم اینجوری نیست که همیشه همه چی بدونی، که باید فکر کنی بدونی. مثلا بعد به این نشون بدم که ببین اگه میخوای سپیس رو تغییر بدی، بتونی سپیس یه چیزی باشه که فارسی
سیال، لیکوید میشه سیال، اینطوری باشه، چیزی باشه که بتونی سپیس رو اینطوری کنی، بتونه کش بیاد، بتونه کوچیک بشه. اینا باید سعی کنی که ریوربای مختلف رو با تو سپیس های مختلف وجود بیاری و همه اینا رو همیشه کراس اوور بکنن، چون اگه نکنن اینطوریه. هیچ وقت آدمی تو زندگی هیچ اتفاق اینجوری پیش نمیاد واسه آدم که آدم احساس کنه من از یه اتاق خیلی کوچیک وارد اتاق خیلی بزرگ میشم، یعنی از اینجا وارد مثلا فضای باز میشم. که اصلا قطعشو از این رو به اون رو کرد و خودش برای این چشایش توی برق میزد وقت دفعه قبل بلد شدم هشک. اصلا من فکر نکردم با چیزی به این خیلی آسون، میدونی؟ خلاصه یه جایی هست ممکنه آدم یه چیزی رو میدونه که، یعنی در حقیقت داره میشنوه که چی میخواد، میتونه هم بگه که چی میخواد، اون قسمت دونستنه که رو کاغذ آوردنه. خب بعد اگه نمیدونه چطوری، همیشه یک کسی هست که آدم باش میتونه مشورت کنه، حالا معلمه، دوسته، همکاره، ایکس ایپسیلون، به آدم یه آیدیا بده. اصلا ممکنه حتی آیدیاش هم درست نباشه طرف میده، ولی به تو یه چیزی این دازه میگی آه من خودم میدونم باید چی کار کنم مثلا. آره، ولی آهنگسازی کار سختیه. اگه واقعا آدم به توی جون و پوست و خون و نمیدونم اینش نباشه که بخواد، که یعنی اینطوری فکر بکنه، آهنگسازی بره یه کار دیگه بکنه واقعا بهتره، میدونی؟ کلن آهنگساز خیلی خوب خیلی زیاده، خیلی، یعنی شاید چندین سال پیش قبلا مثلا میگفت در قرن فلان سال فلان ده سال فلان کسی که آهنگساز خفن دنیاست، اصلا الان اینطوری نیست. الان خیلی آدم ها هستن که آهنگساز خیلی خوبن، میدونی؟ به خاطر مدل مختلف کاری هم که میکنن، به خاطر اینکه آره یه تعداد آدمای خوب خیلی زیاده و اینکه هم آدم باید یه علتی داشته باشه که این ریاضت رو میخواد بکشه، این سختی رو میخواد بکشه، این تمرین زیاد داشته باشه که برسه به اون حالت، میدونی؟ ولی میرسین، حرف من اینه، میدونی؟ حرف من اینه که همه اینا آدم میرسه، ولی یه مسیریه که هزار بار توش من زمانایی داشتم که فقط واسه خودم اشک میریختم و حالت اینکه من اصلا برچتم این کار میکنم و هیچ وقت نمیشه و نمیفهمم، یا مثلا با یه استادی صحبت میکنم و اصلا نمیفهم طرف داره به من چی میگه، برای من کلی طول میکشه، چند ماه طول میکشه، گذشته بود از اون میتینگ من با طرف تو مثلا بگم اوه فکر کنم منظورش مثلا هم یک چیزایی واسه آدم بیفته، درک آدم اینا آموزشه، میدونی؟ و اینجا چیزی که تموم شدنی نیست، همینطوری آدم هی داره یاد میگیره و بیشتر میشه و اینا. آره مرسی. اوکی اگه سوال دیگه ای نداری من میتونم، یعنی یا قطعه ارکستر بتونشم یا یکی از قطعه های آنسامبلمو بتونشون بدم، چی ترجیح میدین؟ این الان به کدومش بود آخه من نمیفهم. چی؟ به ارکستر. من لایک ارکستر. اوکی هر دو آف کورس. آره خب بذارین قطعه ارکستر بتونشون بدم و اما قطعه ارکستر یه دونه فولدر بر کلاس شما درست کرده بود. خب اول که من موقعی که این قطعه رو نوشتم دومین قطعه ارکستر من بود و اولین قطعه من همون که برای سان فرانسیسکو نوشته بودم مثل یه قطعه بود که من باش خیلی چیزی یاد گرفتم، یعنی من خودم احساس میکنم که این اولین قطعه منه، میدونی؟ یعنی مثلا اون قطعه‌ای که من هرکی ازم خواسته نوتشو بهش ندادم، کلا نوتش وجود نداره واسه منه، یه قطعه بود که کلی کریتیک خوب گرفتم، همون که ازم امضا گرفتن مثلا بوده و فلان، ولی خودم میدونم که مثلا یه سری چیزا رو میتونستم بهتر بنویسم. تجربه است دیگه، آدم به دست میاد تجربه رو. چیزایی که من دوست داشتم امتحان بکنم واسه من این بوده که تو من الان چندین سال کلن باشون شدم، با پینا باشون شدم، من با دنسرها خیلی کار میکنم، فهمیدم که واسه من وقتی دارم یه قطعه رو مینویسم یکی سپیس خیلی مهمه و پرسپشن سپیس، یکی فیزیکالیتی میوزیشن ها، چه چیزایی رو اضافه میان به طوری که صدا
صدا بشه یه چیزی که آدم بتونه لمسش بکنه، بتونه حالتش رو تغییر بده، خصوصیتش رو تغییر بده. که شروع کردم با هر قطعه‌ای که نوشتم هی یه چیزی اضافه کردم، امتحان کردم توی سالهای مختلف. خب از 2015 هر قطعه‌ای که نوشتم هی 2014 هر قطعه‌ای که نوشتم هی یه دفعه یه چیزی امتحان کردم، یه چیزی یاد گرفتم، حالا یه چیزی که اضافه کردم. توی این قطعه من خیلی برام یه قطعه از یک کس دیگه شنیده بودم، فکر می‌کنم کرزه که یکی از آهنگسازهای مورد علاقه منه، اگه نمی‌شناسین خوب کاراشو برین نگاه کنین، ژراد کرزه. اگه خدا وجود داشته باشه ژراد کرزه فامیلای خداست، خدا از اون وجود داره، چیزای خدا توش. که خیلی استفاده جالبی از پرکاشن کرده بود و سراوندینگ، 6 تا پرکاشن قطعه واسه 6 تا یا 8 تا پرکاشن بود که من انقدر اون اکسپریانس برای من جالب بود که من گفتم آما یه بار دیگه حتما باید این امتحان رو بکنم در مورد این که ببینم چه صدایی به من میده. که تصمیم گرفتم که 4 تا گروه پرکاشنیست داشته باشم دور سالن، که آدم ها رو دور مثلا اینکه بغلشون میکنن دور آدم ها باشم. بعد الان توی این چند سال اخیرم به خاطر یه موقعیتی که برام پیش اومد با یه خواننده‌ای کار کنم که طرف خواننده جاز بود و خیلی صدای جالب و اکسپریمنتال، ولی اصلا سواد خوندن کانتمپری میوزیک نداشت اصلا، ولی خودکارش خیلی خدا به کامیشن فستیوال خیلی مهم و هرچی من کار میکنم اون نوتیشن من نمیفهمید. خلاصه من بعد از 100 میلیون تا روش امتحان کردم به نتیجه رسیدم که براش یه چیزی مثل ویدیو درست میکنم و با سیمبولای مختلف مشخص میکنم این کار میخوام انجام بدی و بهش هینت میدم برو ویدیوی فلان نگاه کن اینجا رو. ولی معنیش اینه که این منو موجب کرد با یه کسی کار کنم و اولین بار که پروفشناله، ولی نوت نوشتن ما نوشتن رو اینقدر بلد نیست و این سختش این بود که قطعه واسه وایس و پرکاشن بود، پرکاشنیست نوت دقیق میخواست چون پرکاشنیست بلد نبود فقط ایمپروایز بکنه. پس من بعد یه نوتی یه قطعه رو می‌نوشتم که بالاش یه چیز دیگه کلاً یه نوتیشن سیستم دیگه داره، پایینش یه چیز دیگه، ولی یه قطعه است با هم دیگه که تو اون خیلی چیز یاد گرفتم واسه من. اتفاقا هم بعدنا همش فکر کردم بعد این نوتیشنشو مثلا بهتر کنم که خواننده‌های دیگه بتونن بزنن. فکر کنم میرا تو این سال از من پرسیدی این برای به عنوان یه چیز، یعنی واقعا خیلی برام متعجب آور، ولی این یکی از قطعه که از بیشترین قطعه‌های اجرا شده منه با همون اسکور. خیلی یعنی اینقدر اجرا شده که اصلا من خندم میگیره، یعنی واقعا میگم اوکی پس یعنی نمیخوام، اوکی پس یعنی همه چی خوبه با این، احتیاج ندارم عوضش کنم. میدونی اینجا موقعم تعجبم یعنی پیش میاد بکنه. بعد خلاصه اینکه به ایمپروویزیشن شروع کردن کار کردن و یه سری نوازنده همورودی اکچولی همورودی نسیم بودن همشون فکر میکنم، آره دیگه همورودی نسیم، خیلی سازای اکسایتینگ اومدن دانشگاه ما که موقعیتش این بود که تازه ترومبون ترومپت بچه ها دیدن پیترو آره دیگه پیترو دیدین آره. خلاصه من و پیتر دوست خیلی صمیمی منه و ما انقدر که با هم از لحاظ اصلا شخصیتی کانکت شدیم و من از ایمپروایز کردن از طرز فکرش اون آهنگسازی هم آخه خونده خیلی خوشم نمیاد، من فهمیدم که هی بیشتر خودم رو اینوالو کردم با موسیقی ایمپروویزیشن که یاد بگیرم چطوری اونو تو کار خودم به کار ببرم. به خاطر اینکه یه چیزای خوبی که ایمپروویزیشن داره اینه که یه جور فریدمی داره که خیلی خاصه و اینو فقط نوتیشن نمیتونه به دست بیاره، یعنی همه چی دقیق نوتی کردن اون اثر رو نمیده به آدم. بعد من یک آدم خیلی کنترل فریکی هستم و همه چی رو میخوام پرفکشنیست پرفکت باشه، همه چی رو بدونم دقیقا چطوریه و این بعد یاد میگرفتم که یه سری چیزا رو حدودا میدونم چیه، با نوازندم کار میکنم تا اونجایی که بشه، ولی باید دست نوازنده رو یه ذره باز بذارم که اون کاری که من میخوام اکچوالی بدونه انجام بده. که این کار واسه من خیلی کار سختی بود، قشنگ یعنی ریسک پذیرفتن در حد اساسی. که یادم مثلا ادوایزم بهش گفت آهنگ اصلا اشکال نداره فوقش بد صدا، بدترین حالت اینه که بد صدا فقط توی ولی میفهمی که موسیقی که تو میخوای نمیده، چه اتفاقی داره، اشکال نداره بذار که این اتفاق بیفته. خلاصه این بود که من تصمیم گرفتم که قطعه ارکسترم برای ارکستر یه دونه ارکستر کوچیکه با یه دونه ایمپروویزینگ ترومبون پلیر که حالا یه جاهایی رو نوت داره یه جاهایی ایمپروایز میکنه. بعد
اون چهار تا پرکاشن. وقتی که داشتم این کارو میکردم دلم میخواست اول قطعه که نوازنده‌های سولیست مختلف داشته باشم، دوستای خوبم که کار میکنن، که در حقیقت با دوستام کار کنم و ازشون چیز یاد بگیرم. ولی با همه کار کردن ها که بکنم و سالون، جای سالون یک سالون بی نهایت مزخرف، یعنی آکوستیک بدترین آکوستیک کره زمین فکر کنم این سالونه هست. خب من هرچی کنسرت چندم اونجا قشنگ برام مثل زجر بوده کلا همیشه، ولی چون تنها سالونی که ارکستر روش جا میشه رو سنش، میدونی ما نداریم سالون دیگه ای و کارش نمیشه کرد، هیچ کاری یعنی وجود نداره. و اولین دقیقه من این بود که آقا من اصلا هر قطعه میرسم صدا نمیده این تو، اصلا کلن افتضاح، یعنی فرقی نمی کنه، خیلی راحت. و اینکه کلی فکر کردم و تلاش کردم و فلان، که یک از تریک های دیگه من اینه که سپیشالیزیشن استفاده کنم، واسه همین بود میخواستم یک کاری کنم که بتونم سالان رو دست من باشه، نه اینکه من به سالن بخواد تغییر بده قطعه منو، کاری کنم که نوع المنت هایی که توی قطعه میذارم توی باشه که واقعا آدم قطعه رو بشنون و نه مثل همیشه انگار یه چیز داره از سن خیلی یواش پخش میشه، مام نشستیم داریم نگاه میکنم، افتضاح واقعا. خلاصه این یکی از علتاش بود. ولی هی بعد حالا با دانشگاه صحبت بکنی که با مسئول سالن که فایر هازاردس داره، خطرناک، جلو اگزییت نمیتونی بذاری، او صد تا داستان که هی من سولیستامو هکم کردم. هکم کردم رسید به 4 نفر. که حالا تو همه اینا که داشتم کار می‌کردم یه دفعه به نتیجه رسیدم که اوه من اگه بیام که 3 نفر دیگه به جای اینکه مثلا می‌خواستم بکنم اوبو، ترامپت و کنترباس، بکنمشون 3 نوازنده ترومبون دیگه و توی 4 نقطه دیگه بذارمشون، میتونم اینطوری یه چیز یه دونه دیالوگ دیگه خیلی جالب داشته باشم با پیتر و این صدا از این طرف راست و چپ سالونم وسط مردم کنترلشون بکنم. که این ایده خیلی خوبی بود. و مخصوصا یه چیز دیگه که داشت اینه که همیشه ما خیلی بچه های دانشگاه ما هم که حالا پیتر دیدین، دیوید رو دیدین، نوازنده خیلی خیلی خدایی هن خودشون، چی میگن؟ نوازنده این ارکستر کامیونیتی هن. یعنی چی؟ یعنی هیچ حقوقی نمیگیرن ولی علاقه دارن ساز بزنن، شدن ارکستر همین شکلی. خب بعد ولی چون رهبر خیلی خوبی دارن، سیبشی که از بهترین رهبرهای دنیاست اکچولی و آدمی که بی نهایت موزیسین خوبیه، سالها با اینا کار کرده و رهبر اینا شده و اینا شدن ارکستر خوب معمولی، یعنی ارکستر واو نیستن، یعنی صداقته، ولی ارکستر خوب معمولی هم و سعی میکنن هر از گاهی توی هر سیزنشون یه قطعه کانتمپری میوزیک هم اجرا کنن ولی همچین خوششون هم نمیاد. یعنی این جنس سری عاشق قطعه کانتمپری میوزیک اصلا نیستن، 3-4 نفرشون تو کل ارکستر. که خلاصه قطعه واسه اینا بود. من هم اولش چند بار نخواستم بزنم ولی بعد از یه لحاظ، از یه طرف من خیلی ادمایر، ستایش میکنم اینکه آدمایی که با عشق میخوان به خاطر عشقشون اونجا هستن دارن کار میکنن، نه واسه اینکه حقوقشون رو بگیرن، و این واسه من چیز مهمی بود و احساس کردم که من میتونم شاید این موقعیت رو به اینا بدم که برای اولین بار نوازنده ارکستر سولیست باشن، نه اینکه فقط همچه سولیستای خفن دانشگاه بیان با اینا بزنن. خاصه دو تا از نوازنده ترومبون از بچه های ارکستر انتخاب کردم که بچه های خیلی خیلی جوانی هم بودن، خجالتی شدید که بهش میگم اشکال نداره بلند هر چی میخوای داینامیکا رعایت بکن، ولی عادت ندارن بهش ترومبون مثلا بیاد بشینه سولیست بغل مردم باشه، خیلی براشون کار سختیه اکچولی. ولی anyway علت اینسترومنتیشن اینه. بعد موقعی که قطعه داشتم مینوشتم خیلی اتفاقات مختلف داشت با هم میفتاد و تمایی که این قطعه رو به من کامیشن دادن راجع به این بود که برای social and environmental optimism، راجع به محیط زیست و social چیز مثبتش، یعنی اینو بتونیم چیز کنیم. و من میخواستم خب اینو یه جوری ربط بدم بهش، ولی من یه مشکل بزرگی که با خیلی قطعه خیلی آدمای دیگه دارم اینه که آدم همیشه میتونه راجع به اتفاقات مهم دنیا خیلی قطعه بنویسه و خیلی جالب باشه و اینا، ولی به نظر من بعضی اتفاقات از آدم خیلی بزرگترن و آدم باید خیلی بیشتر از اینا توی قضیه تحقیق کنه، غرق باشه که بخواد اون موضوع رو انتخاب بکنه و اون راجع به قطعه بنویستش. خلاصه این که من با اینکه نمیخواستم اینطوری باشم، اینه همون کسایی که همیشه انتقادشون خودم میکنم باشم،
همش تو وسطای قطع اصلا خیلی مونده، کم مونده، مثلا دو ماه مونده به ددلاینم، هنوز درگیری داشتم که آقا اصلا کل قطعه قراره که راجبه چی باشه، راجبه همه این چیزایی که میدونستم هست، ولی هنوز نمیدونستم کلش چیه. که دیگه یه کتاب بهم پیتر داد که خوندم که انقدر کتاب زیباه که راجبه یه آدمای ایندیجنس، آدمای سرخ پوست مانند، آدمای بومی، مرسی، هست که اونا چجوری طبیعت رو نگاه میکنن. اصلا یه چیز بی نهایت زیبا و خیلی هم علمی هم پوئتیکه. تکست انقدر زیبا بود که من اصلا احساس کردم من میخوام تکست استفاده کنم تو قطعم، حالا چجوری تکست بزنم، نمیخوام خواننده بیارم، خلاصه کل داستانات و اینا. بعد به نشستم که با من نمیدونم میخوام چیکار کنم، بیام اون کاری که همیشه anyway من برام همیشه صدای قطعه خیلی مهمه، اصلا همیشه صدایی که به من ایده میده برم چی بنویسم، همیشه اول صدای هست، بیام اون صدایی که برام مهمه و میخوام بشنوم و تروس کنم و بعد کم کم بفهم قطعه راجبه چی. که اون اول قطعه واسه من خیلی مهم بود و دقیقا این چیزی بود که از اولین مثلا همون یک سال پیش که میخوام میشنم میدونستم میخوام قطعه مثلا اینو بیارم، حالا نمیدونستم اول قطعه از آخر قطعه، مثلا این یه قسمتیه که من حتما میخوام باشه. که یه چی میگن، چیزی که میخواستم درست بکنم اینه که مثل یه جایی یه دونه کلاستری باشه، ولی حسش اینطوری باشه که یه محیط، یه اتاق کامل هست، یه چیزی هست ولی اینقدر پرسه کنار هم دیگه که جای تکون خوردن دیگه نیست و توی خیلی رجستر پایین، ولی توی حالت عادی همیشه چیزای دیگه زیرش هستن، ولی آدم اینقدر اونا قلدرن و بزرگن و اینا نمیشون آدم بشنوتش. من یه ذره همیشه توی همه قطعه هم برام چیزای سوشال و پولیتیکال برام مهمه، حالا این چیز شخصی هر کسیه. و واسه من این جایاناتی که خیلی برای من تو این چند سال میگم برای من سخت بود، براتون اولش گفتم، احساس این که همیشه یه سری قدرت‌هایی هستن که روی سر آدمن و هر چی بقیه حرف میزنن اصلا صداشون شنیده نمیشه، وجود ندارن و فقط اینطوریه، میبینی طرف داره، حتی دیگه بزرگترین حالتش اینه که تازه اول که نمیبینیشون، حتی اصلا نمیبینی وجود دارن، بعد که میبینیشون وجود دارن اینقدر اونای دیگه بلندن که هیچ وقت آدم نمیتونه بفهمه اون طرف داره چی، اونا چی میگن همیشه. که این بلند شد اصل قضیه قطعه، اصلا راجع به این بیشتر بره جلو. آره که خب دقیقا هم همین چیز با این همین قطعه شروع میشه که یه دونه چیز خیلی گنده بسیار بلند اینطوری که دقیقا ارکستر اکسپلوژن میترکه. حتی نسیم بهتر از من قطعه شنه چون من گوش خودم عفونت کرده و صدای قطعه درست خیلی نمیشیدم اون روز کنسرت، خواسته یعنی خودم همچنین شنونده خیلی خوبی روز کنسرت نبودم. چی میگن؟ و اینکه یواش یواش ولی این بیاد، من چیزی که یه تکنیک دیگه هم که توی ارکستراسیون حالا توی انسامبل هم خیلی خوشم میاد اینه که آدم، من لایه های مختلف درست میکنم و این لایه ها تکسچرهای خاص دارن و این لایه ها چجوری با هم دیگه حرکت میکنن، یا روی همن یا کنار همن یا با هم هستن ولی کسی نمیدونه این چیه و یه دفعه این مشخص میشه، یا یه نور آفتاب میاد به این هایلایت میکنی طرف میبینتش. خلاصه این صداهای دیگه، لایه های خیلی بالای مثلا فلوت، وایلین، همه اینا شروع میکنن از دل اینا اومدن بیرون. بعد پرکاشن، اون کاری که خب میخواستم امتحان کنم که دور صدا باشه، آره، و علت مثلا سازبندی که علتش انتخاب کردم، مثلا چرا با سنر درام همه اینطور دارن میزنن، بخواهی که سنر درام همیشه یه سمبول ارتش و پلیس و دولت و چیز داره، میدونین چی میگم، که دور من همیشه موسیقی نظامی داره و دور مردمه و این به یه طوری میاد که همینطور داره دور مردم میچرخه، انقدر که دیگه ارکستر نمیشنوی، وسط فقط صدای اینا میشه و دوباره اینا یواش یواش قطع میشن، وارد صداهای ارکستر میشن که داره محو میشه، همشون گویساندو، یعنی که میان یکی از چه چیزی میگه، هر از گاهی یه صدایی میاد اینطوری بیرون هایلایت میشه، دوباره برمیگرده عقب. و اینجا که شروع کردم من تکست رو استفاده کردم چون از تکست خیلی خوشم اومده بود و من فروغ فرخزادم خیلی کاراشو دوست دارم، تو خیلی از کارام از شعرش استفاده کردم، حالا نه اینکه اصلا همیشه حرف بزنم ولی مثلا بهش فکر میکردم، مثلا به این، برای همین بالاش نوشتم موسیانو بدونم، مثلا این طرز فکر من این بوده، خواستی چند تا فرگمنتاش که خوشم اومد و انتخاب کردم و ربط داشت به این
و گذاشتم این که حالتهای مختلف ویسپر کردن رو توضیح بدم. حالتهای مختلف اینه که رنگ صدایی مختلف، که مثلا وقتی ما میتونیم ویسپر داریم میکنیم، ویسپر میتونه خیلی بره بالا، میتونه خیلی دم باشه، هنوز آدم تو این میتونه صدا رو عوض کنه، آره؟ میتونه رنگ صدا رو عوض کنه. بعد که این واسه نوازنده خیلی سخت بود واسه اینا، توی یه حدودی رعایت کردم، ولی من مرشم یه سری از ویسپران بکنم صحبت کردن و ویسپر که بتونن اونایی که سنشون بالا بود اجرا کنم، ولی براشون سخت بود و من هیچی نمیشنیدم، فایده نداشت. همین کامپرومیس هایی که میگم بعضی وقت آدم انجام میده، آرزوم این بود. صد بار توضیح دادم بهشون متوجه نشدن، میدونی، مجبور شدم بس من از یه چیزی کم کنم ولی یه راه حلی پیدا کنم که هنوز اون نتیجه که میخوام بگیرم. ولی میدونی درسته که اگه اونجوری اجرا میکنن که من میخوام کنن یه صدای دیگه شاید میداد، ولی خیلی شبیه به اون چیزی که من ریزالتی که آخر سر میخوام بگیرم هست. و خلاصه این ویسپره یه چیز دارن، جمله هایی رو میگن و حرف هایی دارن میزنن که راجبه همین طبیعت، جمله های بی نهایت زیبای اون کتابه و بیشتر راجبه زندگی آدم و اینا هست. بعد هر از گاهی میگن و هر از گاهی یه سری کلمه ها میاد بیرون. خلاصه آدینس کم کم یه چیزایی ممکنه هی بشنوه، میفهمه که دارن یه کاری میکنن دیگه. مثلا برام جالب بود یه دونه مثل دیالوگ داشته باشم وسط همه اینا که مثلا شروع کنم، کلا یه دونه سولو ترامپت و اوبا گذاشتم وسط همه ارکستر با این فقط همین با اونا مثلا، که اینا فقط دوره هم یه چیزی هی دارن به این میگه، اون به اون میگه، اینطوری اینطوری با فاصله های نیم پرده اینطوری هی رد میشن، هی یه چیزی رو میگن که بعد دوباره هی بزرگ میشن، بزرگ میشن، میشن ارکستر اینطوری 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 میشن، مثلا این سکشن تموم میشه. خاصه بیشتر این چیزی که برای من میگم جالب بود، سعی کردم که من از این موقعیتی که الان یه ارکستر دارم استفاده کنم که یاد بگیرم چجوری میتونم این فورگراوند بکگراوند رو انجام بدم، هی برم عقب و جلو، بتونم تکسچرهایی که میخوام درست کنم و توی زمان طولانی بیارسونمشون به یه جایی. و خلاصه آخر قطعه کار دیگه هم که کردم اینه که آخر قطعه برای اولین بار در زندگی من کاملا اوپنی که، یعنی اینستراکشن دادم ولی چیزی که نوشتم خیلی چیزه، من اصلا خط و اینا نذاشتم براشون، یه سری تکست براشون گذاشتم، برای هر نوازنده نوشتم این صداهایی که تو این قطعه طالب استفاده کردی رهبر بهتون تو میگه مثلا کجا وارد شین و با چه داینامیکی اینو اجرا کن تو قطعه، که این کار خیلی ریسکی بود. اولش هم اصلا نفهمیدن نوازنده ها میخوان چی کار کنن، اصلا شدید قاطی کرده بودم. که یه بار به من گفتن توضیح دادم بهشون، تازه فهمیدن و دیگه میدونستم باید چی کار کنم، که اکت شده خیلی خوب بود و پیش من دلم میخواست همچنان طولانی تر باشه، ولی اشکال دیگه وقتی که آدم یه چیزی یه کم باز میذاره هرچی هم به رهبر و به بقیه بگی، اون اندازه آدم تایم یه چیزیه که اونم پرسپشن دیگه، تایمی که من می‌خواستم بگذره واسه من احتیاج طولانی تر داشتم، اون زمان واسه اون طولانی گذشته بود به اندازه کافی ولی واسه من نبود، میدونی؟ آره این یه توضیح کلی اینطوری در مورد اینکه چطوری چیزایی که می‌خواستم و بهشون فکر کردم و خواستم چجوری اینا رو استفاده کنم دیگه. ولی بعدش میره به این که آدم بشنه اینسترومنت ها رو دقیق بلد باشه، بدون صداشون چیه، تو اون رنج چه شکلی هن، امتحان کنه چیزایی که نمیدونستم و از هر کسی که نوازنده کره زمین که میشناختم براشون نوشتم، ازشون خواستم براشون میت کنم ببینمشون، ویدیو فوقش بگیرن یا پارتیتورهای مختلف خیلی آهنگسازای کلاسیک، مثلا واگنر، خیلی واگنر نگاه کردم، استراوینسکی، اینا آهنگسازایی که ارکستراسیونشون خیلی خداه، که ازشون چیز یاد بگیرم. یه سری چیزایی که مطمئن نبودم چجوری باید بنویسم، که مثلا بدونم میخوام چی کار کنم. خلاصه یه چیز کلی در مورد قطعه. حالا میگین سوالی دارین؟ ندارین؟ تا بعد بهتون نشون بدمش. ما هم میتونیم داشته باشیم؟ آره من اسکور بهتون میتونم بفرستم، فقط اسکور ها رو برای یاد گرفتن خودتون باشه، یعنی بس به عنوان چیزی که باش یاد بگیرین استفاده کنین. چی؟ ما کسی نداریم اجرا کنیم. نه نه واسه اجرا والا اگه میشد بکنیم که من خوب خوشحال شدم، ولی نه واسه یه چیز کپی رایت دارم بهتون میگم، چون من با یه انتشاراتی ام، وقتی آدم با انتشاراتیه باید مواظب باشه که قطعشو یعنی بعد
چی میگم بعد حقیقت همینجوری قطعشو نده به کسی، در حقیقت قضیه، ولی واسه یادگیری همیشه من بنظرم قطعشو همیشه سکوراشو شیر کنه، اونم شما که دیگه anyway. خلاصه این که من از اول قطعه، وقتی که آدم یه همچین قطعه رو میخواد بنویسه، باید سعی کنه که حالا همه دیتیلایی که میخواد اونجا که میتونه وارد مشخص بکنه. وقتی یه قطعه مثل این برای من اینقدر ستاپ مهمه، باید استیج ستاپ رو داشته باشم. برای همین همیشه بهترینه که یه عکس آدم میتونستم یه عکس بهتر خوشگل در بذارم. خیلی دیگه خسته بودم عکسی که همینجوری نکشیده بودم فرستادم برای قطعه به پابلیشرم. که این استیج اینه، این نوازنده قرار اینجا وایسن. قبلش هم با همه چک کردم، مثلا اینجا فقط 6 نفر میشینن که کر نشن جلوی پرکاشنیست بیچارا، میدونید تو جلوشون دو تا پرکاشنیسته و اینا کجا میتونن باشن. خلاصه این اول از این چیزا درست کردنشو و بعدم اینکه اکسپلین کنم تمام صداهای خاصی که استفاده کردم و که این همیشه بعضی هم قطعه نوشته میگرده در میاره هرچی نوشته رو، مخصوصا هم واسه یه ارکستری مثل اونا، یه انسامبلی مثل اونا که کانتمپری میوزیک زدن براشون عادی نیست. دوست دارم بزنم ولی میزننم، آشنام هستم، ولی کار اصلیشون کانتمپری زدن نیست و همین باید بیشتر دارم حواسش جمع باشه که چطوری نوتیشن کنه. اکچولی یه چیز خیلی مهم، چیزی که خیلی وقت منو گرفت، خیلی وقت منو گرفت، این که من برام جالب بود که هر سوال جوابایی که هست حرکت ریتمی خاصی داشته باشه و وقتی که داشتم اینو می‌زدم بعدشم طرح ریتمو به معلمم نشون می‌دادم، برگشت من گفت آناهیتا هیچ وقت این ارکستر نمی‌تونه اینو بزنه، اصلا نمیتونه، به خاطر اینکه این ریتم واسه اونا سخت‌تر از اینه که همه دقیق باشن و میشه اگه میخوای همه با هم توتی بزنن میشه تات 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 به جای اینکه همه تق باشه، هیچ وقت نمیشه. و من بعد یاد میگرفتم، یعنی نشستم تمام نوع نوشتنمو یه جوری ولی بنویسم که اون صدایی که میخوام یا همیشه رو ضرب قوی بیفته یا همیشه یه طوری باشه که ضرب قویه هست ضرب ضعیفه بتونم بزننش، که این خیلی برای من کار سختی بود، خیلی تا حالا من این کار نکرده بودم و نابود شدم واقعا که بتونم چجوری هنوز صدایی که در میاد همونی من میخوام باشه ولی مدل کسر میزان زمانم و یه طور دیگه فریزم رو تقسیم کنم که اونا بتونن حتما راحت بزننش که فانکشن کرد. ولی من واقعا میگم نابود شدم. واسه این یه سری موقعات میگم پیش میاد که دوست داری کاری بکنید یا حالا باید نکنی یا اینکه بعد خود آدم خودشو تطبیق بده به نوازنده هاش. دیگه چیه چیزی هم یادم اومد که الان یادم نیست. اوکی. اینم اینطوری 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 ها شد. چیزایی که احتیاج داره و یه سری هم همیشه من آبجکت مابجکت دارم، از این برد سانگا داشتم که میتونم یکیشو بهتون نشون بدم. از این هست که برنا برد کاله. خواسته خیلی از اینا رد میشه که این مثلا با میکس کردن با فلوت با وایولین خیلی بالا نوعای مختلف جاهای مختلف میاد، که این چیزاست که به نظر خود من مثلا توی موسیقی خاصه که یه نوع صدا رو من به حالتهای مختلف چند بار هی میارمش همیشه، که آدم کمی که بدم بتونه واقعا بفهم اون احساسی که من میخوام بکنن اونو پرسپشن برداشت کنن. دیگه تکست ها و از این حرف ها و دیگه این هم سکور. حالا سکور میگم تین داشته باشی، من اینو بزرگ میکنم که از فکرهای سخت دیگه هم اول قطعه بود واسه این که من میخواستم یه نوتای خیلی خیلی پایین نوشتم و اینا نوازنده های خدا نیستم و واسه همشون خیلی سخت بود و به نتیجه رسیدم که بهشون میگم پایین ترین نوتی که میتونی بزنی و بزن، اصلا مهم نیست دیگه، پایین ترین چیزی که قابلیتشو داری بزن ولی این کارو بکن. بعدم از چیزی که آدم باید با نوازندش کنار بیاد میدونی تا اون چیزی که من میخوام به دست بیاد. آره و وسطاش آدم دیگه باید هی سعی کنه واسه خودش نوتیشنو به وجود میاره دیگه، مثلا اینجا همه ویولونا گروه های ویولونا ویبراتو های خاص داشتن، حالت عادی بدون ویبراتو هم وقتی بالاشون بود ویبراتو داشتن ولی مدلاش فرق داره با هم دیگه، واسه اون وقت لایه های مختلف به وجود میاد بینشون. دیگه الان دارم میبینم که داره 12 میشه، شما ببین بخوابید
نوشته هایی که باید حرف بزنن و صد مدل نوشتم تا اینکه فکر کنم راحت ترین مدل چجوریه که یه باکس بذارم این مثلا ویسپر میکنن و حالا اینجا نه جای دیگه مشخص باشه که از چجور ویسپری میرسن به چجور ویسپری رنگ صدایی. دیگه چه چیزی قسمت ترامپت میتونه جالب ترامبون میتونه جالب باشه که مثلا مثلا من اینجا براش نوشتم ولی توضیح دادم بودن چی میخوام جایی که تازه دقیق نوتیت کردم برای پیتر همه چیو ولی مثلا این تعدادش دقیقا همین نیست ولی این جستر داره اجرا میکنه. خب آره و آره آدم میتونه همچین کاری هم میگم وقتی بکنه وقتی یه دوستی داره که میتونه یعنی تعمزندش بهش تراست داری. من به این تراست دارم که پیتر میفهم من دقیقا یعنی با هم خوب امتحان هم یک کرده بودیم ولی میفهمه دقیقا من میخوام چی کار کنم. خواسته این به این اینم خیلی موضوع مهمیه و دیگه جاهایی که میگم حرف زدن هست اینطوری بودن همه که حرف بزنن توضیح بدن ویسپر چه شکلیه داینامیکش رو بذارم و با 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 دیگه حالا سکورم میدم که نسیم با تو شیر کنه. اینم کودا که این کل کودا اینه حالا نوازنده ها شکل پارتشون فرق میکرد که توش توضیح دادم که تکستم مثلا اینه این تکست ها رو استفاده کنین راجبه چیه باید به هم دیگه گوش کنن تراست کنین کسی داره این کارو میزنه اگه داریم بهش قرار بزنه مثلا طرف آره همین نمیدونم اینقدر حالا تون توضیح دادن این اصلا فایده داشت براتون یا نه. امیدوارم که یه چیزی براتون به درد بخوری داشته باشه داشتوش که ازش بتونین استفاده کنین. آره سوالی چیزی گذاشتی؟ نه آف کورس نه من خیلی دوست داشتم وقتی اینقدر بچه هایی که با عشق و علاقه میان آدم همیشه دوست داره که این کار رو انجام بده دیگه. خلاصه آره آره برای نسیم میفرستم حالا اگه سوالی هم داشتین که حالا هفته دیگه میبینم اتون good luck و یک قطعاتون چیز آره دیگه نسیم ایمیل من داره اگه وقت سوال داشتین که برم بفرستین. بعد من نوت هم اطلاعات رو با همون فولدره که داده بودی گذاشتم روی گوگل کلاس رو اگه اوکی آه خب فکر کنم هست اینم آره فکر کنم توش سکور اینم هست آره یه سری قطعه هست که واسه همین رادیو شو گذاشته بودم او یه لینک هم نسیم فکرم براتون پخش کرد که من امروز یه دونه از امروز تا 6 ماه هست آنلاین یه دونه 2 ساعت راجبه از موسیقی من از اولین قطعه هم تا همین قطعه ارکستر هم. همه قطعه نیست ولی مثلا 7 قطعه انتخاب کرده با 2 تا اینترویو وسطش که حالا نمیدونم کیفیتش چقدر از ایران میتونین بشنوین ولی اینترویو خوبیه. حالا اگه دوست داشتین آشنا بیشتر شین با کار من میتونین اونو گوش کنین سلکشن جالبیه متفاوت و جالب. اونو روی فود فور ثاتس گذاشتم براتون. آره موفق باشین ببخشید وقتتون خیلی گرفته شد شما هم خوابای خوب ببینید همتون هفته دیگه میبینم دیگه همین خسته نباشین همگی مرسی خیلی یاد گرفتی خوشحالم که پس دیگه میبینم اتون هفته دیگه خدافظ خدافظ